پرگوهر. ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی کجا بدان. ای دشمن ار تو سنگ خوره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. به ربتم شد بیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. در راه تو در از سر است، مهرت از دل کی برون کنم، بر گوبی مهر تو چون کنم. گردش جهان و دور آسمان به باز، دور ای زدی همیشه ره نمای باز. مهرت بطن شد نیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. در راه تو درود می‌فرستم به ملت نجیب و ستم کشیده ایران و همراه یادی بکنیم از مردم شریف و زحمتکش شمال سوریه، چه عرب چه کرد، که زیر آتش گلوله و بمباران ارتش ترکیه قرار گرفتن. من منوچهر یزدیان هستم، شورای مدیریت مهستان از من خواسته که مدیریت این نشست از مهستان رو به عهده داشته باشم. برنامه امروز رو خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی قبل از اون، از اونجایی که در هفته گذشته پیرامون انتخابات در مهستان، انتخابات برای شورای مدیریت مهستان صحبت شد، خواستم در این زمینه اخباری رو به اطلاع دوستان برسونم. در روزهای آینده، از دوشنبه که فردا باشه، لیست کاندیداهایی رو که خودشون رو آمادگی خودشون رو اعلام کردن برای عضویت در شورای مدیریت مهستان برای همه دوستان، همه مهستانیان فرستاده میشه و این دوستان فرصت دارند از هفته بعد، یعنی دوشنبه ای که فردا باشه، نه از هفته بعد، به مدت یک هفته تا روز یک شنبه به طور دیجیتالی و به شکل مخفی رأی بدن. در نشست بعد از اون که اون یک شنبه بعدش باشه،
در خود این نشست مهستان نتایج انتخابات در حضور همه دوستانی رو که در نشست حضور دارن و یا از بیرون جلسات مهستان رو دنبال میکنند رو خواهند دید. برنامه امروز ما با شخصیت سرشناسی هست که شاید احتیاج به معرفی زیادی نداشته باشه، جناب آقای علیرضا نوریزاده هستند. من فقط چند کلمه ای رو به سبک سنت مهستان خواهم گفت. ایشون در سال 1128 در تهران متولد شدند. تحصیلاتشون رو ابتدا در دانشکده حقوق دانشگاه تهران شروع کردند و در طول تحصیلاتشون ایشون با نشریات مختلفی از جمله فردوسی و گاهنامه آرش فعالیت می‌کردند. در سال 1152 برای تحصیل به انگلستان میرن و در رشته جامعه شناسی سیاسی دکتراشون رو میگیرن. آقای دکتر نوریزاده به غیر از تسلط به زبان انگلیسی به زبان عربی تسلط کامل دارن و به همین دلیل با نشریات مختلف عربی همکاری میکردن و سردبیر ماهنامه عرب زبان الموجز هستند که در مرکز پژوهش‌های ایران و اعراب در انگلستان مستقر هست. ایشون مجری و مدیر برنامه پنجره‌ای به خانه پدری هستند که از شبکه ایران فردا پخش میشه. در هر حال من آقای نوریزاده رو در یک جمعی برای اولین بار در خدمتشون هستم، ولی فکر کردم این چند کلمه رو گفته باشم. و ایشون بیش از 50 ساله که یک شخصیت رسانه‌ای هستند. در طول این 50 سال ایشون مطالب مختلفی رو بیان کردن، چه با قلم چه با برنامه‌های تلویزیونی، موضوعات مختلفی رو که میتونه برای همه ما جالب باشه، میتونیم پرسش‌هایی رو داشته باشیم در زمینش با آقای نوریزاده ساعت‌ها بحث کنیم، موافق باشیم یا مخالف باشیم. اما برنامه امروز ما راجع به مطالبی که آقای نوریزاده در 50 سال اخیر در رسانه‌های مختلف مطرح کردن نیست. برنامه امشب ما تمش هست، موضوعش هست، جایگاه سکولار دموکراسی در انقلاب‌های سبز عربی. به این خاطر دوستان گرامی بحث ما در این زمینه هست، اینکه آقای نوریزاده در سال 1352 یا 1358 چی گفته، چی کار کرده. اینا همه رو میتونین، ایشون سایتشون آزاد هست، میتونین با خودشون تماس بگیرین. در مدت کوتاهی رو که در این نشست هستیم ما تأکید میکنیم و میخواییم درباره جایگاه سکولار دموکراسی در انقلاب‌های سبزی که در کشورهای عربی رخ داده، موفقیت‌هاشون، شکست‌هاشون و خود منطقه که همسایه‌های ما هستند و احتمالاً ایشون در صحبت‌هاشون به کشور عزیز ما ایران هم و روابط حکومت اسلامی و شاید هم قبل از حکومت اسلامی با کشورهای عربی صحبت خواهد کرد. بعد از سخنرانی آقای نوریزاده دوستان طبق معمول فرصت دارن پرسشاشون رو کوتاه مطرح کنن، فقط راجع به همین موضوع، و چنانچه ابراز نظری داشته باشن حد اکثر 5 دقیقه بهشون فرصت داده میشه و آقای نوریزاده به تمایل خودشون میتونن پاسخ بدن و ابراز نظر بکنن. بنابراین من از جلو جلو قبل از اینی که پرسشی مطرح بشه یا ابراز نظر خدمت دوستان عرض میکنم، چنانچه موضوعی خارج از این مطلب باشه من از شما عذر میخوام که ابراز نظر یا پرسش شما رو قطع خواهم کرد. جناب آقای نوریزاده بفرمایید میکروفونتون رو لطفاً باز کنید و سخنرانیتون رو آغاز کنید.
درود میفرستم به همه شما عزیزانم که بعضن آشنا هستم با اسماتون و با چهره تنی چند و البته پیام عزیزم که منو بزرگ کرده، یعنی اینجوری بگم. پس بنابراین دیگه نیاز نداره راجع به اون بگم. یا بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم. البته من فقط یه توضیح کوچیک بدم برای اینکه ایجاد سوء تفاهم نشه و بعد میپردازم به اصل قضیه. تلویزیون ایران فردا، من مدیر تلویزیون هستم و این تلویزیون حالا داستانی داره چجوری رو اومد و برپا شد و اینا، ولی به هر حال تلویزیون شرکتی هست به نام میدیا لیبرتی. این میدیا لیبرتی، من مدیر عاملشم و این تلویزیون رو اداره میکنه داره. فقط این توضیح کوتاه رو دادم. اما یه نکته خدمتون بگم، درست در بهبوهه این ربیع عربی یا بهار عربی، اکبر گنجی اومد به لندن به اتفاق یه آقایی که همراهش بود. همیشه من تصور میکنم این آقا چرا همراه اوست، به چه مناسبت این آقا همیشه با اوست، ولی بود، نمیدونم دلیلش، نمیدونم چرا، ولی به هر حال این آقا بود با ایشونو و با هم رفتیم به روزنامه از شرق الاوسط، چون گنجی در اون دوران اگه یادتون باشه اعتصاب قضا کرده بود و در حال مرگ بود و غیره. بیرون اومدنش خیلی مورد توجه قرار گرفت، خیلی زیاد، و در نتیجه من از شما خیلی پوزش میخوام، 2 دقیقه منو معذور بدارید من در رو باز کنم. چون بفرمایید، راحت باشید. بفرمایید. در این فرصت من توضیح بدم خدمت بینندگان، آقای نوری زاده از شخصی صحبت کردن به اسم پیام، یعنی گفتن که من این پیام رو سالهاست میشناسم و تعریف کردن، شنیدیم. من خواستم بگم پیام در واقع اسم آقای دکتر اسماعیل نوری علاست که از همون کوچیکی، از وقت تولد توی خونه پیام صداش میزدن و دوستانی هم که از اون موقع با ایشون آشنایی دارن ایشون رو پیام صدا میکنن. خواستم این رو جهت اطلاع دوستانی رو که نمیدونن گفته باشم. موضوع انتخابات در این فاصله که آقای دکتر نوریزاده برمیگردن، چنانچه در زمینه انتخابات پرسشی داشته باشید، لطفاً این پرسش رو از طریق کتبی یا همین جا بنویسید یا از طریق واتساپ برای آقای فرشید نصراللهی بفرستید، به شما پاسخ داده خواهد شد. برای اینکه در این فرصت 3 ساعته که الان هم 15 دقیقه گذشته، فرصت بررسی این پرسش ها نیست و همین امروز هم لازم نیست. اگر فردا یا پس فردا پرسشی داشتید، میتونین از راه ایمیل مهستان یا از طریق همین واتساپ که آقای فرشید نصراللهی مدیریتش میکنن پرسشاتون رو مطرح بکنید، به شما پاسخ داده خواهد شد. آقای نصراللهی شماره واتساپ رو همینجا در قسمت تکست نوشتاری نوشتن که میتونین اگه پرسشی داشته باشید مطرح کنید. بفرمایید جناب آقای نوریزاده، میکروفونتون بسته. بله بفرمایید. خیلی عذر میخوام. اردبیل رو اینا همه خوشحال که مثلا ایشون در این مدت ما هم تبلیغ میکردیم در حال مرگ فلان، خیلی خوشحال که ایشون اومدن. و اکبر گنجی نشست و یک 10 دقیقه حرف زد که اون آقایی که همراهش بود ترجمه میکرد. وقتی من برگشتم گفتم اجازه بده من ترجمه عربی کنم، گفت نه، او ترجمه خودش میکنه، انگلیسی میکنه. در این حال من ترجمه عربی هم کردم، یعنی گفتم که آقای گنجی این حرفا رو میزن. ایشون ضمن حرفاش یه جمله گفت که بسیار مهم بود و هنوز هم که هنوزه در مجالس و محافل بحث میشه.
ایشون گفت الان اگر در ایران یک انتخابات آزاد برگزار بشه، بدون تردید اکثریت مردم به یک حکومت سکولار رأی خواهند داد. ولی اگر در کشورهای شماها، در کشورهای عربی آزادانه رأی گیری بشه، همه شما به اسلامی ها رأی خواهید داد، به خاطر اینکه شما تجربه‌ای که از حکومت‌های سکولار داشتید تجربه تلخی بوده، بدی بوده، معمولاً حکومت‌های نظامی سرکوبگر بودن یا حکومت‌های بعثی بودن مثل بعث سوریه و عراق، یا حکومت‌های نظامی مثل حکومت مصر یا لیبی. در هر حال شماها آنچه که در ذهنتون هست اینه که حتما این اسلامه چیز خوبیه، این اسلامه میاد و ما رو به دموکراسی میرسونه. این نظر شما، اما من به شما دارم میگم بعد از 30 سال حکومت اسلامی داشتن به این نقطه رسیدیم که حکومت اسلامی بدترین نوع حکومت ممکنه روی زمینه. حالا زیاد یادم نیست که ایشون گفت حکومت اسلامی حکومت دینی، در حال روی این مسئله که حکومت ایدئولوژیک با جامعه مذهبی بدترین نوع حکومتی است که میتونه وجود داشته باشه. گذشت از این ماجرا، من خودم در جریان سفری که توی اوج انقلاب مصر به قاهره داشتم و همینطور سفرهایی که به اردن داشتم، به جاهای دیگه، به کشور عربی، یه نکته برام آشکار شد. اینکه واقعا این حرفی که اکبر گنجی زده پر بی ربط هم نیست. اینا همه دارن میرن دنبال اسلامی ها. اصلا برای من شگفتی آور بود در تونس، شما فکر کنید یه کشوری که حبیب بورقیبه از 60 سال قبل، درست تقریبا همزمان با یه کمی هم شاید عقبتر از ایران، زن و آزادی و برابری و حق طلاق با زن و از این حرفا، اینا همه توی تونس اتفاق افتاد. حزب بدیلی هم که وجود داشت، آقای راشد القنوشی و حرکت نهضت، یکی از دنبالچه های جمهوری اسلامی بود که هم پول میگره، هم کتاباش رو آقای خسروشاهی در مرکز اسلامی در واتیکان چاپ میکرد، هم رفت و آمد به ایران داشت مرتب. و این آقای راشد القنوشی رهبر بزرگترین حزب تونس بود، حزب دینی که به نام حزب نهضت بود و اساسنامش هم که شما نگاه میکردید یک برداشت نخنما شده از جنبش اخوان مسلمین بود. نخنما شده به این دلیل میگم که در جنبش اخوان مسلمین یه پرنسیپ ها و اصول تغییر ناپذیر دست بهش نمیزنه، ولی در حرکت نهضت یه اداهایی در ورده بودن که خود رو مدرن نشون بدن، موافق با غرب نشون بدن و اینکه نه هیچ مخالفتی با غرب ندارن و آمادن که با غرب زندگی بکنن. این در تونس من. و در مصر قصه فرق بود. در مصر ماجرا اینجور بود که درست عین بازی که تو انقلاب ایران ما شاهدش بودیم، گوسفند پروار خریداری میشد، سرش بریده میشد، تیکه تیکه پروار در خانه فقرای محلات قاهره توزیع میشد با یک کیسه برنج و کوپن نان و همینطور چای، و این به قدری مشهود و آشکار بود که کافی بود که شما، من با هم دوستم جمال رفتیم دو یکی از این محله که با هم دیگه راه می رفتیم، تعجب کردیم گاری داره راه می توش گوشت گوسفنده. من تعجب کردم این چیه؟ جمال 20 سال مصر زندگی کرده، گفت این بازی اخوانه، گوشت الان دارن میارن توضیح میکنن شب اینا بخورن صبح پاشن بیان تو خیاب. خیلی برنامه‌ریزی قشنگ از فقر مردم
بالاترین بهره را می بردن و مردم هم دقیقا در این تصور و خیال بودن که این دیوا دارن میرن و این فرشته ها میان و مملکتشون آباد و آزاد میشه. در لیبی، حالا من اینا رو دارم دونه دونه براتون میگم، در لیبی احزاب اسلامی به اون معنای واقعی نبودن، گروه های خشن اسلامی بودن که مایه از همون القاعده و بعدن داعش و اینا گرفته بودن. اینا در جاهای مختلفی مستقر شده بودن، پول به دستشون رسیده بود، طلا به دستشون رسیده بود، بانک رو غارت کرده بودن، هر کدوم در یک گوشه برای خود یه دارالخلافه‌ای درست کرده بودن و یک حکومتکی داشتن. هرچی هم دنیا سعی میکرد که بیاد یه دولت مرکزی درست بکنه، این ماجرا اتفاق نمیفتاد تا اینکه جنرال هفتر بالاخره از آمریکا اومد به لیبی، بخشی از کشور رو گرفت، یعنی منطقه بنغازی رو، و الان هم به طرف پایتخت اومده که این گروه های تروریستی رو بزنه و دولتی رو که جهانیان به رسمیت میشناسن و متاسفانه اسلامی ها توش اکثریت دارن و با گروه های اسلامی هم هست، این دولت رو وادار بکنه که با این جنرال هفتر کنار بیاد. منتها جنرال هفتر مشکلش اینه که نظامیه، درجه نظامی داره، باز مردم نگران قذافی و اون داستان نظامی ها میشه. یک کمی اون طرفتر در مغرب، این پادشاه مغرب از همه زرنگتر، این پیش خودش گفت مگه این اسلامی ها نمیگن که راه حل برای همه چی بلدن؟ من میارم دولت رو میدم دستشون. در نتیجه ایشون رفت با حزب نهضتی که اونا داشتن صحبت کرد، گفت آقا بیاین دولت تشکیل بدیم، یه انتخابات آزادم گذاشت، اینا اکثریت تو انتخابات پیدا کردن. بعد که گفتن آقای بن کیران شدن نخست وزیر، یک آدمی بود مهندس بازرگان مغرب، همونجوری کراوات هم میزد، ریشش هم با ماشین میزد که یه تریشکی باشه که خداوند سر پل سرات وقتی اون دستگاه رو میذاره که اندازه گیری بکنه این یه ذره داشته باشه. اینه که به هر حال آقای بن کیران موند و دولت تشکیل داد، اما گندی زد در فاصله یه سال و نیم که در نتیجه خود حزبش کنارش گذاشت و آقای عثمانی رو آوردن که یک ذره از این بن کیران مدرن تره، ابراهیم یزدیه مثلا، اینجوری در نظر بگیر. حالا در الجزایر حکایت بدتر از این بود، به خاطر اینکه در الجزایر این آقای بوتفلیقه روزی که قدرت رو به دست گرفت، یک کشور ورشکسته داغون ویران با هزار خطر روبروز، خدا شاهده یادم نمیره من تو دهه 90 دو سه باری که رفتم الجزایر وقتی باز میگشتم مدت‌ها دچار دپرشن روحی بودم، برای اینکه این تروریست‌ها، این اسلامی‌ها که از اونجا هم آغاز کردن، زیتونی و اینا شکم زنا رو جر میدادن، بچه‌هاشو رو در می‌بردن به خاطر که تو خونه‌شون یخچال داشتن یا در خانه‌شون رادیو داشتن، تلویزیون داشتن، در واقع تلویزیون داشتن که مادر بزرگرم سر می‌برد، رحم نمی کردن به بزرگ و کوچه. در الجزایر این آقای بوتفلیقه اومد مملکت رو درست کرد، اصلاح کرد، در چهار دوره این بچه های جوون رو کار براشون ایجاد کرد، عدهشون رو فرستاد فرانسه رفتن درس خوندن، مملکت یه حالت دیگه پیدا کرده. حالا مریض بود، نفس نمیتونست بکشه، روی صندلی که نشسته بود نمیتونست حرکت بکنه، ولی چون بدیلی نداشتن اصرار داشتن که آقا حالا بیاد فعلا باشه، ما دستش رو از پشت کن. حالا آقا دوران آقای عطابک و ناصرالدین شاه گذشت، فاصله حضرت عبدالعظیم تا تهران هم وقت مثلا یه ساعت بود، ولی تو نمیتونی چهار سال اینو رو صندلی دستش رو تکون بدی. این باعث شد که نیروهای
اپوزیسیون و نیروهای مدرن الجزایر بیان بگن آقا هر چقدر بوتفلیقه خوب، هر چقدر خدمت گذار، اما یه هستو گو موقع رفتنش. منتها برای رفتنش ما بدیل نداریم. این نظامی ها نشستن دوباره بپرن وسط میدون، نگاه کن جنرال عمادی رو، نگاه کن جنرال فلان رو، همشون آمادن برای اینکه بیان قدرت بگیرن. ما باید یک بدیل قابل فهم و قابل فروش به مردم پیدا کنیم، بعد بیایم آقای بوتفلیقه رو بگیم برو. عملا هم این کار رو کردم، به این معنا که این کار کردم. اولا نظامی ها رو، اونایشون که خیلی ادعا داشتن، یه عده پرونده اینا رو کشتن بیرون، دزدی هاشون رو، دل دزدی ها رو میدونم رشوه گرفتن رو ریختن بیرون، در نتیجه اونا خود به خود از صحنه بیرون رفتن، یعنی دیگه نمیتونستن بیان به عنوان مدعی تاج و تخت در وسط میدون باشن. جنرال های پیرمرد بالای 80 سالم طبیعتاً اینا حالا احترام هم داشتن، همین چی هم داشتن، ولی اینا دیگه قابل، یعنی دیگه از قابلیت افتاده بودن. اینه که تو این 4-5 ماه یه رئیس جمهور موقت فعلا گذاشتن و تمام تلاششون اینه که یه انتخاباتی برگزار کنن. جوونا نشون دادن که انقدر روشن فکرن، انقدر روشن اندیشن که نمیخوان کشورشون رو با آتیش بکشن و آشوب بپا کنن. اینه که الجزایر هم من فکر میکنم از این معرکه به خیر بگذره، همونطور موریتانیا که به خیر انتخاباتو برگزار کرد. خب حالا کجا ما نگرانیم الان؟ نگرانی یکیش در لیبیه که من امیدوارم اگر یه آقای هفتر موفق بشه، در اون صورت میتوان گفت که در لیبی یک حکومت سکولار، نصف نظامی یا شبه نظامی روی کار خواهد اومد برای مدت. در مصر مردم، توده مردم از حکومت راضی هست، برای اینکه خودشون این حکومت رو آوردن، خودشون اسلامی ها رو انداختن، اینا با این حکومت راضی هم برای اینکه نون و گوشتشون رو یه خورده بهتر کرده، نه اینکه براشون آزادی آورده یا دموکراسی برقرار، نه نه اصلا هم چیزی نیست. در واقع میخوام بگم در مصر با توجه به خطر اسلامی ها، دموکراسی یک رویایی است که شاید در 20 سال دیگه براش بعد نشست و امیدوار بود. بعدم قدرت بی مروت اسلام عزیز قدرت خیلی زیاد. شما در زمان عبدالناصر و در زمان سادات هم نمیتون در قاهره که راه میرفتی از هر 20 زن 3 تا 4 تاشون روسری سرشون بود یا مقنعه انداخته بودن گردنشون. در آخرای مبارک 3 تا 4 تا زن روسری داشتن، بقیه مقنعه و دامن چیز بلند. و الان دولت خیلی سعی میکنه این مقنعه رو ورداره و یه جوری حالت معتدلتری بیاره، ولی هنوز گرفتارن، هنوز مصری ها گرفتار این مشکل هستن. حالا تو این وسط در میان تمام این مثال هایی که خدمتون زدم، یک دفعه یه دولت فقیر بدبخت عقب افتاده تکه پاره شده به نام سودان میاد، در عرض 2-3 ماه بدون کشتار و خونریزی، به خاطر اون پایه که انگلیس ها از همون زمان جنرال گوردون و از همون زمان مهدی گذاشتن. یادم هست زندیات دکتر عنایت استادم، حمید عنایت، 1 سال دانشگاه خارتون درس داده. بعد سر کلاس دانشکده که با هم میشستیم گاهی حرف میزدیم، میگو ببین تنها کشور عربی که ممکنه توش دموکراسی پایه بگیره سودانه، برای اینکه انگلیسا در سودان یه چیزی باقی گذاشتن به نام حزب.
تو همین سودان 50 تا حزب وجود داره. راست میگه، شما حزب بعثی داری، کمونیست داری، سوسیالیست داری، ناصری داری، ملی داری، لیبرال داری، انواع اقسام حزب رو داری. بعضی هاشون هم مثلا 100 تا تعداد نمایندگانشون یا اعضاشون، ولی حزبن. و در همین ماجرای اخیر نشون دادن اینا، این جنرال حمیدتی یکی از این جنرالای سودان، آدم محبوبی هم هست، خیلی دلش می‌خواست رئیس بشه، خیلی دلش می‌خواست رئیس بشه، همش هم یه کاری میکرد که یه گروه های به نفع شعار بدن اینا. احزاب نگذاشتن، گفتن آقا حکومت نظامی دیگه نمیخواین، شما میخواین بیاین، بسیار خوب، 2 سال بیاین با ما شریک بشین بعد بریم، محال ما دیگه بذاریم اینجا حکومت نظام بشه. یعنی سودان یه نمونهی به نظر من بارزی بود از اینکه اگر دموکراسی ریشه‌ای با همون معنای برخورد مطبوعات، میدیا، روزنامه و حزب، حتی به صورت ناقص و قبیله‌ایش مثل پاکستان، مثل بنگلادش، مثل سودان باهاش برخورد بشه، از این اسلام عزیز بسیار بهتره و بسیار کارسازتره، برای اینکه قابلیت اصلاح داره، قابلیت تحول داره، در حالی که این اسلام عزیز قابلیت تحول نداره. شما به هیچ وجه نمیتونید از این دین انتظار داشته باشی که متحول بشه، چون جای تحول نداره. شما چطور دختر 9 ساله رو میخوای بکنی 14 ساله؟ نمیشه. نمیشه. رساله آقای خمینی میگه با بچه بیبی شما میتونی معاشقه بکنی، کار چیکارش میخوای بکنی؟ حالا بیا بگه آقا بچه 5 ساله نه 7 ساله، ولی چه درد بی درمان رو شما نمیتونی دوا کنی. ولی با این حکومت های حزبی، با مطبوعاتی که مشکل نشدم. دیروز یک دوست نازنین من تشییع جنازش بود، عدنان حسین، رفیق عزیز من، عراقی، با هم سالها شرق الوسط کار کرد. عدنان حسین وقتی که سردام سردگون شد کمونیست بود، برگشت به عراق، شد سردبیر روزنامه المدا، ارگان حزب کمونیست عراق. حزب کمونیست عراق هم حزب کمونیست جالبیه. این دوست ما حمید دبیر کلش با مقتدا صدر با هم میرن شام میخورن و میشینن و مثلا برنامه ریزی هم با هم میکنن. این عدنان تفلک تو این مدت 7-8 سال که سردبیر بود با همه گروه های سیاسی میشست و پا میشد و گپ میزد و رفتار میکرد و چیز میکرد، جز با این آخوندهای شیعه ایرانی اومده و از ایران صادر شده نمیتونست. آقا با اینا نمیتونم، با اینا نمیشه کاری کرد. تا میایم باشون صحبت میکنیم راجع به متعه که آقا این خجالت آوره در این قرن، برمیگردن میزن تو دهنت، کف گفتی، حرام، کاریش نمیشه کرد. میگه حرامه، میگه اسلام عزیز گفته، هیچ نمیشه. حالا قرار زمینه برگردم به این مقوله که آیا در سرزمین های عربی با توجه به بهار عربی که صحبتش میشه، آیا میتوان چشم انتظار این بود که یک جنبش دموکراسی بر پایه سکولاریزم رشد پیدا بکنه و بالا بره؟ با قاطعیت میگویم بله، اما زمان میخواد، زمان میبره. اگر مصری ها در این کار موفق بشن، مطمئن باشید بقیه عرب ها هم موفق خواهند شد. ببینید در سوریه نگاه کنید، رژیم بشار اسد رو جمهوری اسلامی یا حزب الله نگهش نداشت. مردم با این رژیم بد بودن، میخواستن این رژیم بره. چرا این رژیم موند؟
وقتی که مردم دیدن داعش در روستاهاشون چه میکنه، وقتی مردم مشاهده کردن که داعش دختر بچه‌هاشون رو چی کار میکنه، وقتی نگاه کردن دیدن که بچه‌های جوون رو، پسرای جوون رو به خاطر اینکه تیغ زدن صورتشون رو آوردن، پوست صورتشون رو میسوزونن و قلفتی میکنن، وقتی آثار اسلام عزیز رو مشاهده کردن گفتن آقا این گرگه هرچی باشه اقلن دنبال اسلام نیست، با این میشه یه جوری کنار اومد. باور کن در حلب، در ادلب، مناطق کردنشین که اصلا حرف نداره، در حسکه و در نقاط دیگه، یعنی ترکا الان افتادن، آقای اردوغان بلای یک سید علی خامنه ای 100 درجه بدتر به خاطر حقه بازیش و دروغش الان اومده این جنایت میکنه. این رو خدمت شما عزیزانم، بشار اسد ماندگار شد به خاطر اسلام عزیز. حزب الله، اون علمان داعش بود، حزب الله میرفت در روستاهایی که سنی نشین بود، روستاهای سنی نشین لبنان و سوریه. اصولا در سوریه و لبنان اسلام اون وجه وحشی خشن رو نداره. آقا موسی صدر از ایران که رفت بود بیروت، غروب که میشد تو این هاضمیه دفترش در رو وا میکرد، یک آهنگ مرضیه، اون وقت از این آهنگ گرامای توپاز هم بود، آهنگ مرضیه رو میذاره صداش هم بلند میکرد، بعد میمد میشه پای بساطش، بعد میگو ببین الان اینا که از زیر اینجا رد میشن این صدا رو گوش میده، میگه این چه، این از کجا اومده، این چه جوری، ما همه صدایی داشتیم جز این، این یکی از کجاست؟ ولی نگاه میکنن دفتر منو که میبینن، میگن آقا موسی صدر رو برده، موسی صدر. حالا غرض هم اینه که لبنان و سوریه شکل دیگری بودن، احزاب اسلامیشون هم احزاب اسلامی مثل مال ما نبودن، کما که احزاب مسیحی مارونی تندروشون هم مثل فاشیست اسپانیا نبودن. حزب الله میمد تو روستاهای سوریه یا لبنان، روستاهای سنی نشین، اینها رو بیرون میکرد و شیعه ها رو میورد اونجا جایگزین میکرد. به همین دلیل اسلام عزیز در سوریه و لبنان جا نیفتاد و من بر این باورم و اعتقاد قاطع دارم این مسئله که ما در آینده ای نچندان دور توفیق سکولاریزم رو در بعد یک یا در بعد نظام های دموکراتیک، نظام های فارق از ایدئولوژی اسلامی ما خواهید، به گمان من نمونه هایی از این نظام ها رو ما نخست در جایی که شاهد خواهیم بود، یکی در حاشیه خلیج فارس، کسی باورش میشد که در عربستان سعودی پسر و دختر دست هم دیگر رو بگیرن برن به کنسرت راغب علامه؟ همچیزی فکرشو میکرد کسی که خانوما پشت ماشین بشینن، کروک ماشینشون هم بزنن، سقفم بره عقب، اشوم بیان تو رای که دارن میان، چشمک هم بهت بزنن؟ هیچ که همچیزی فکر نمیکرد. در دبی و در بقیه هم که فراونه. حالا جالب اینجا این قطرت، در قطر بیش از هر کشور دیگه در اون حاشیه عرق میخوره، بیش از همه جا کنسرت و برنامه و آواز و زن و موسیقی و غیره. اون وقت این قطر داره به اخوان المسلمین باج میده، به عربای مسلمان باج میده، به داعش باج میده، برای اینکه مثلا خودش مسئول بمونه. ولی اینا نه، مثلا بحرین روزای جمعه، شبای جمعه سعودیا میمدن بحرین تو کاباره‌ها عشقشون رو میکردن، عرقشون رو میخوردن، فردا صبحم قمامه ها رو پر میکردن و
از روی این پل برمیگشتن. حالا پل رو دارن دوتاش میکنن، دوتا پل میزنن جای یکی. از نظر زندگی اجتماعی این کشورها دچار تحول خواهند شد. از نظر زندگی فکری و سیاسی زمان درازتری لازمه، به این سرعت عملی نخواهد شد. در درجه اول باید این دستگاه الازهر، الازهر مصر، یک انقلاب اساسی رو ببینه. الازهر مصر باید دگرگون بشه، باید متفاوت بشه. اون وقت میشه امید داشت. من نمیدونم این محمد بن سلمان چه کرده، ولی بذارید یه حکایتی رو براتون بگم که حکایت بسیار دقیق. این آقای محمد بن سلمان 1400 آخوند سنی سعودی رو دعوت میکنه به قصر چهار فصل خودش. نهار اینا میان اونجا. در عربستان سعودی اغلب آخوندها کورن. دلیل کوریشون هم براتون میگم خیلی جالب اینه که در اون زمانی که خب آب و برق و غیره و غیره مثل حالا نبوده، این آفتاب وحشتناک توی مغز اینا باعث میشه چشمای اینا آسیب ببینه و کور بشه. بعد پسری میشه 12 سالش 13 سالش، حالا پدره با این چیکار کنه؟ نجار که نمیتونه بشه، آهنگر که نمیتونه بگه، سیمکش که نمیتونه بشه. یه قرآن بهش یاد میداد، میشد قاره قرآن و معلم شریعت و معلم قرآن. تنها کاری که میشد با این بچه کرد، راه دیگه وجود نداره. بنابراین شما وقتی آخوندها رو نگاه میکنی، از هر مثلا 20 آخوند 16 تاشون کوره. اون قبلی بنباز که نگاه میکردی به اون قیافه زشتش کور بود، همین فقط اینجوری نگاه میکرد. حالا آقای محمد بن سلمان همشون دعوت کرد، یک نهار چرب و چیلی بهشون داد. نهار چرب و چیلی خیلی چیزی گرم اینا میخورن، یه برنجی دارن توش بادوم و کشمش و اینا میریزن، گوسفند درسته، یه گوسفند درسته میزنن، کلم داره، همینجوری هم روغن میریزن روش، با اینا با دست هم میخورن. اینا رو نشستن خوردن، اینا رو آب و نمیدونم چیز آوردن براشون، آفتابه آوردن، آفتابه نقره دست و صورت شستن و تمیز کردن، بهشون قهوهشون دادن، قهوه عصر رو. بعد یه سینی آوردن، دونه دونه به اینا پاکت داد. پاکت رو عبارت بود از پولایی که بر اساس منزلت اون آخوند بین 5000 تا 10000 دلار فرق میکرد، تفاوت. پولا رو که بهشون دادن، این آقای قحطانی که اون زمان همه کاره امیر بود و الان به خاطر همین جریان کشتن رفیق ما خاشقچی برکنار شده از کاراش، این سینیا رو اوورد بین اینا تقسیم کرد داد و بعد یکی کلید ماشین هم بهشون داد، گفت این کلید هم مال ماشینتونه، چون شما نمیتونین رانندگی بکنین، ما براتون الان یه راننده گذاشتیم تا انشالله دخترتون که رانندگی یاد گرفت، دخترتون شما رو ورور ببره، پسرتون هم میتونه بره، البته دخترتون بهتره که پدرش رو بره این ورور. سویش ماشین هم بهشون دیگه. اینا خوشحال شادمان رو جمع شدن، دست امیر رو بوسیدن و اینا. موقعی که داشتن میرفتن آقای قحطانی گفت منتها یه چیزم بهتون بگم، یه شرط کوچولو داره. گفتن چی؟ گفت آه، امیر فرمودن که شما اگر یک بار علیه برنامه ایشون حرفی بزنید، چیزی بگید، این رانندگی زنا رو ایراد بگیرید، اینکه زنا تنهایی برن تو هتل سفر کنن مورد اعتراض قرار بگیره، امیر تصمیم دارن. تعدادی اتوبوس گرفتن، ارکاندیشن دار، تمیز، سوارتون میکنن، همه تون رو میفرستن به منطقه شرقیه در دهران. آخوندهای شیعه 1400 سال اونجا منتظر شما.
1400 فقط دستشون به شما برسه، خداوند میدونه چه بلایی سرتون خواهند آورد. این آخونده به تته بته به زبون شوخی میکنی نخیر، خیلی هم جدی میدونی. شما میدونی در فرهنگ اونا یک آخونده سنی رو خلاصه آزار دادن خیلی هم ثواب داره، خیلی هم کار کن. خب آقا اینا رفتن پولا رو گرفتن، ماشنام رفتن، تا امروز صدا از یکیشون در نمیده که یه اعتراضی بکنه. حالا این یه مقدار گفتم برای اینکه جو هم یه خود عوض شه، ولی به طور کلی راه و روشی که این کشور رو در تعامل با آخونداشون پیدا کردن راه و روش درستیه. برای اینکه آخونده سنی حقوق بگیر دولته، فرق میکنه با ما که حضرت آیت الله وحید خراسانی میلیون میلیون بهش میدن، با وجه که تازه چیزم نیست، سیدم نیست. فرق میکنه با ناصر ابوالمکارم شکر فروش که اون درآمد و بساطو داره. اینه که آخوندهای سنی حقوق بگیر دولتن و اگه دولت حقوق بهشون نده بدبختن. محمد بن سلمان هم کاملا حالی اینا کرده بود که من یه همچین نقشه ای دارم که اگه شما بازی درارید بزنم تو کنار. حرفمو کوتاه میکنم، مختصرا میگویم در کشورهای عربی تا زمانی که مسئله اسلام حل نشده، علارغم وجود یک قشر بزرگ روشنفکر، علارغم وجود گروه‌های متعدد سیاسی و فرهنگی و غیره، نخست باید این مسئله اسلام عزیز حل بشه و بعد اون وقت میتونیم فکر کنیم که سکولاریسم به معنای واقعی کلمه در اونجا پیاده بشه. چون خیلی از کشور عربی، مثلا فلسطین، لبنان، سوریه، حتی اردن یه مقدار زیاد، اینا از نظر فرهنگ اجتماعی، از نظر فرهنگ ادبی، ادبیات به خصوص، ادبیات به ویژه سکولارن. در ادبیات شما کسی باورش نمیشد وقتی که در کشور عربستان سعودی آقای قاضی القصیبی که سفیرشون بود در لندن، سرطان گرفت فوت کرد، آقای قاضی القصیبی کتابی در آورد به نام شقت الحریه، آپارتمان آزادی. این کتاب قصه 4 تا 5 تا جوان بود که در دوران اوج ناصریسم، دوران 56 و 57، اینا هر کدوم از یک کشور عربی میرفتن تو قاهره و توی آپارتمان با هم اتاق میگرفت. اون قاهره اون زمان، قاهره که هر شب جمعه ام کلثوم یا آهنگ جدید میخون، فائز احمد فیلماش چجوری بود، عبدالحلیم حافظ چیکار میکرد. و این برخورد فرهنگ ها نشون میده که جامعه عرب جوونش، روشنفکرش، نویسندهش، اهل قلمش اصولا سکولاره. و اسلام، این جالبه، این رو دقت کنید، در میان ماها ایرانی ها اسلام شکلی داره، در میان عرب ها شکل دیگری داره، و همتون در میان بعضی از مسلمان هم همتون شده. امید پسر من رفت بود اندونزی کنسرت داشت، و ساعت 3:30 بعد از شب دختر و پسر لخت و پتی میرخصیدن تو بغل هم، الله اکبر که گفتن، دختره یکی روسری قدری به سرشون، با پسرها رفتن و واسه نماز خوندن. بعدم تا تموم شد برگشتن اومدن شروع کردن رقصیدن و پاکوبی. این وضع کشور عربی هم هست، این وضع شما در ماه رمضان در لبنان میبینید، در سوریه و مغرب میبینید، در اردن میبینید همین وضع. بنابراین شکل اسلام در اونجا اصلا با امور ما فرق داره. اسلام عزیز توی زندگی ماها مقدار زیادیش تظاهر و فریبکاریه. ما نماز رو که میخونیم واقعا که نمیخونیم، ولی اون سعودی واقعا نماز میخونه، واقعا هم عرق میخونه، هر دوش رو واقعا میکنه، یعنی در هر دوش صادقه.
اگه نماز پا میشه میخونه، نه اینکه تظاهر به نماز بکنه، نه، واجب میدونه اونو میخونه، ولی ما تظاهر به نماز میکنیم، ما فریبکارانه نماز میخونیم، نه با اعتقاد. ببخشید خیلی حرف زدم، معذرت میخوام، این نکاتی بود به نظرم گفتم سریع بشه اشاره کنم. سپاس از شما آقای دکتر نوریزاده. شما اشاره ای به اردن کردید و به سوریه و لبنان هم یک کمی اشاره کردید. عراق رو فعلا طلبکاریم دار تا دور میگم براتون بعد چرا تا دور بعدی. ما پرسش ها و ابراز نظرات رو شروع میکنیم از دوستانی که از خارج از مهستان با ما تماس میگیرن. آقای نصراللهی، پیامی از خارج از مهستان رسیده؟ منم درود عرض میکنم به مهمان محترم برنامه آقای دکتر نوریزاده. خیلی خوش آمدید به مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران. درود هم عرض میکنم به هموندان عزیزمون و همچنین ایرانیان. قبل از طرح پرسش ها اظهار نظر خواستم یک مواردی رو بگم. اول اینکه یه امکان جدید رو از این هفته مهستان درست کرده که به دلیل ضیق وقت ما نتونستیم پاسخگوی یک سری از سوالات باشیم. از این هفته سوالات رو حتما پاسخ خواهیم داد، حتی اگر به زمان در مهستان نرسیم، این سوالات رو به صورت نوشتاری از مهمان برنامه خواهش خواهیم کرد که این سوالات رو پاسخ بدن و برای ما بفرستند و ما هم با همون وسیله‌ای که برامون فرستاده شده، حالا یا از طریق واتساپ، سیگنال یا تلگرام، ما براشون ارسال می‌کنیم. مسئله بعدی این که لطفاً فقط سوالات خودتون رو در مورد بحثی که وجود داره، بحث اون روز بپرسید. خارج از بحث باشه ما پاسخگوی سوال شما نیستیم و از شما عذرخواهی می‌کنیم. کسانی هم که از ایران برنامه ما رو دنبال می‌کنن، خواهشان از طریق اینستاگرام برنامه ما رو دنبال کنن که هم فیلتر نیست و هم امکان جدیدی است که در همون جا هم میتونید سوالات خودتون رو بپرسید. اولین سوال رو خیلی کلی از آقای دکتر نوریزاده پرسیدن. تعریف علیرضا نوریزاده از سکولار دموکراسی چیست؟ آیا آینده ایران را اینگونه میبینید؟ مهران از تهران. و یک سوال دیگه من میخونم از ایشون. میگن که از ایشان بپرسید به نظر شما کدام انقلاب در کشورهای عربی سکولار بود و دلیلتان چیست؟ آراد از ترکیه. سپاس. ممنون از شما آقای نصراللهی. دو تا پرسش شده جناب آقای نوریزاده. تعریف شما از سکولار دموکراسی چیه و کدام انقلاب در کشورهای عربی به نظر شما سکولار بوده؟ بفرمایید. میکروفونتون بسته. میکروفون من دست ندادم، من از جناب شما باز. آها، چون شما تلفنی صحبت میکردین احتمالاً مدیر فنی اتاق بسته بودن که ما بله صحبت خصوصی شما رو نشنیدیم. الان میشنوید؟ بله بله بله. حضور دست کنم دوست من، در مورد ایران به هیچ وجه الان ما نمیتونیم یه آمار دقیق بدیم و بگیم که سکولار دموکراسی در ایران موفقیت پیدا خواهد کرد، ولی من با قاطعیت بهتون میگم سکولار دموکراسی در ایران جا افتاده. یعنی اون وحشتی که رژیم ایجاد کرده بود بعد این مبنا که سکولار دموکراسی یعنی این که دخترای شما رو لخت میکنن مثلا تو خیابون، دین شما رو ازتون میگیرن، این به کلی مفهومشون دیگه بی‌ارزش شده و هیچ کس بهش اعتقاد نداره. اما اینکه چه زمانی این ماجرا پیاده میشه، این باز برمیگرده به همون ریاکاری ما در مسئله دین و باز برمیگرده به این که هنوزم ما گرفتار این آخوندیم و گرفتار این امامه ایم و همونطور که صاحب میگوید کار با امامه و طبل شکم افتاده است، خم در این مجلس بزرگی ها به افلاطون کنه. واقعا این واقعیت داره در جامعه ما، در ایران واقعیت. اما در باب این که کدام یکی از کشورهای عربی، جناب دکتر نوریزاده جانم، پرسش این بود که به نظر شما سکولار دموکراسی چیه؟ نظر خود شما
نظر من سکولار دموکراسی آن است که عزیز من، اولا وقتی دموکراسی رو که داریم میگیم، مفهوم دموکراسی یک مفهوم واحد نیست، اما یک تعبیر رو میتونیم ازش بگیریم که دموکراسی همانا نظامی است که من علیرضا نوری‌زاده در این نظام بتوانم با افکار و عقاید کاملا متفاوتی که با شما دارم بتونم با شما بنشینم، با هم حرف بزنیم، با هم انتخاب بکنیم، بتونیم در انتخابات با هم شرکت بکنیم، به فردی که علاقه‌مندیم رأی بدیم و در و روزنامه هامون آزاد باشن. میگم نمیشه یه مفهوم خیلی کلی انتزاعی ازش کرد، اما روشن این دموکراسی. اما سکولار گفت هر کسی از ظن خود شد یار من. من سکولار رو نوعی میبینم و شاید شما نوع دیگری ببینید. من سکولار رو اونو میبینم که سکولار نگاه من اون است که وقتی من میرفتم خونه و اون ننه پیر خونه ما مشغول خواندن نمازش بود و من رد میشدم، نهایت احترام رو بهش میگذاشتم و عبور میکردم و اون نمازشو میخوند و یک ساعت بعد، سه ربع بعد همین ننه سینی غذای منو میآورد جلو میذاشت و بندم یه میو که داشتم یواشکی برمیداشتم. نور یلا خونه ما رو بهتر میدونه، پدرم آدم مذهبی بود، اونو یواشکی برمیداشتم از زیر اون گوشه میآوردم میریختم و ننم قشقش میخندید و میرفت و اونم بالا میکشتم، سر میکشتم، هر دومون به هم به یکدیگر احترام میگذاشتیم. یعنی من نخواستم برم دنبال مفهوم فلسفیش، براتون گفتم خواستم دنبال مفهوم خیلی حسی برم، مفهوم قابل حس و لمس. از به اعتقاد من سکولار بیش از آن که یک تعریف فلسفی داشته باشه یک تعریف فردی داره. سکولار فردی است که قائل بر این هست که در جامعهش افراد میتونن متدینم باشن، افراد در جامعهش میتونن به مذاهب مختلف توجه داشته باشن. سکولار واقعی در جامعه کسی است که کتاب قرآن رو ور نمیداره بندازه زیر پاش پا بزنه روش، یا مثلا موقعی که اسم علی رو میاره با اهانت اسمش رو بیاره. نه، جامعه سکولار اون جامعه است که انسانها به یکدیگر حرمت بگذارن، اما هیچ قدسیت ویژه‌ای برای این آقایونی که به عنوان امام و امامزاده گرفتارشون هستیم قائل نشه. من به جامعه اعتقاد دارم که به امامزاده صالح به عنوان یه مسجد نگاه بکنه، اما فکر نکنید که اگه بره اون تو بیماریش خوب میشه و بیاد بیرون دست بچه شفا پیدا میکنه. من به اون جامعه دنبال اون جامعه هستم که در اون جامعه هیچ فردی به خاطر اعتقاداتش محاکمه نمیشه، اعتقادات سیاسی و فکری و فلسفیش. اون جامعه به نظر من جامعه سکولار به معنای واقعی هست. یک سوال دیگه بود مسکیشون. بله، راجع به کشورهای کدوم انقلابها در کشورهای عربی به نظر شما سکولار بودن؟ بله، بلی، هیچ کدوم از انقلابها در کشور عربی سکولار نبود. هیچ کدوم سکولار نبود. حتی در مورد تونس هم به هیچ وجه سکولار نبود، اما به سوی سکولاریسم حرکت کردن. تونس چون ریشه داشت، چون پایه داشت، چون بورقیبه داشت، امروز ما شاهدیم داره میره. کسی باور میکرد رئیس جمهوری تونس فردی بشه که معلم بازنشسته است، این فرد بیاد در تونس بشه رئیس جمهوری؟ و حزب نهضت که با اون قدرت و اعتبار و پول و امکانات در اونجا وجود داشت 60 تا کرسی به دست بیاره، ولی حزبی رو که یک حزب سکولار و لیبرال هست مثلا 40 تا کرسی به دست بیاره که با دو تا حزب دیگه با هم بتونن دولت تشکیل بدن. منظورم اینه که
تونس داره به مرور میره به سوی سکولاریسم، ولی اینکه کشورها از سکولاریسم شروع کردن نه درست نیست. پلتفرمشون سکولاریسم نبود، از اونجا شروع نکرد. شما باز باید به بنده اجازه کوچیکی بدید دو دقیقه برم و برگرد. حتما منم از این فرصت استفاده میکنم. من در باره پرسشایی که راجع به انتخابات هست عرض کردم که با آقای نصراللهی تماس بگیرید با شماره واتس آپ. این در مورد دوستانی هست که در بیرون از مهستان هستند، پرسشی راجع به انتخابات دارند، ولی دوستانی رو که عضو مهستان هستند ایمیل دریافت میکنن و توی یکی از آخرین ایمیل ها آدرسی که آقای ابتهی مسئولش هستند، آدرس ایمیل آدرس آقای ابتهی نوشته شده. اگر پرسشی در زمینه انتخابات بود، دوستانی که عضو مهستان هستند لطفاً با اون ایمیل آدرس با جناب ابتهی تماس بگیرید. الان وقتا رو که بخونیم، ابتدا آقای حسن دانشور نوبت گرفتن و بعد از ایشون آقای بهروز قاسمی و بعد آقای عباس دانشور نوبت گرفتن. آقای قاسمی گفته که برنامه از شبکه کانال یک همکنون دیگر پخش نمی شود. در هر حال این به مسئله کانال یک مربوطه، گاهی اشکال فنی دارن و یا گاهی برنامه های دیگه ای رو دارن که از برنامه مهستان زده میشه. من دلیلش رو نمی دونم جناب قاسمی. آقای نصراللهی، خب باید برای طرح پرسشیتون باید یه دقیقه گوشی نگه دارید، میشه؟ میکروفونتون بازه آقای نصراللهی، میکروفونتون بازه. بله ممنون، عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم. الان چون هنوز آقای نوری‌زاده در اتاق نیستن، اینه که فعلا پرسشی رو نمیذاریم. فعلا بعد از اینکه آقای نوری‌زاده تشریف آوردن، آقای دانشور میتونن صحبت کنن حداکثر 5 دقیقه و بعدش آقای قاسمی و بعدم آقای عباس دانشور. نمیدونم صحبت‌های من راجع به انتخابات روشن بود یا نه، که مشخصات و مشوقات کاندیداها که فرستاده شده برای شورای مدیریت مهستان ایمیل میشه به همه دوستان مهستان و دوستان میتونن نگاه بکنن ببینن که برای تعدادی رو که شورای مهستان نیاز داره، بعد از دوشنبه هفته بعدش اون انتخابات دیجیتالی و محرمانه که کسی رأی شما رو نمیبینه، شما میتونید به تعداد اعضایی رو که شورای مدیریت مهستان هستن، یعنی اگر مثلا فرض کنیم اسم 20 نفر رو نوشته باشیم، شورای مدیریت مهستان نوشته باشه و فرض میکنیم که برای شورای مدیریت مهستان به 9 نفر نیاز هست، شما میتونید به 9 نفر رأی بدید. البته اینا همه از قبل با شما در میان گذاشته میشه و شما در جریان خواهید بود. این یک هفته انتخابات که دوستان فرصت کنن رأی بدن که تموم بشه، اون یک شنبه ای رو که اولین یک شنبه بعد از پایان این انتخابات در ساعت دوم این نشست، برای اینکه یک ساعت فرصت باشه برای دوستانی که هنوز یادشون رفته یا هنوز رأی ندادن بتونن با صحبتهایی رو که توی نشست میشه تشویق بشن به این که رأی بدن، و بعد از اون یک ساعت آقایی اون اپلیکیشن رو در حضور همه اینجا باز میکنن که به طور زنده پخش میشه و دوستان میتونن ببینن که چه کسانی انتخاب شدن برای شورای مدیریت مهستان که کارشو از ماه نوامبر شروع میکنه. رسم بر این بوده که جلسه اول شورای قدیم و شورای جدید با همدیگه یک جلسه مشترک دارن و بعد از اون دیگه شورای جدید
مستقر میشه و کارش رو ادامه میده. احتمال داره که من لیست کاندیداها رو ندارم، نمیدونم. احتمال داره که کاندیداهایی از همین شورای مدیریت کنونی هم در لیست کاندیداها باشند، که چون ممانعتی نداره که افراد باز انتخاب بشن. اینا توضیحاتی بود که من در غیاب آقای نوری‌زاده از این فرصت استفاده کردم. و اگر پرسشی در زمینه افنو آقای نوری علا بفرمایید. من ببخشید خواستم پیشنهاد کنم که از این فرصت استفاده کنید یه توضیحی هم بدید، کسانی که دوست دارن عضو مهستان بشن باید چگونه اقدام بکنن. بله، کسانی که میخوان عضو مهستان بشن باید به سایت مهستان مراجعه بکنن. من در فرصت بعدی تصویرم رو شیر میکنم، تقسیم میکنم و نشون میدم که چطوری میشه به سایت مهستان رفت و چطور میشه درخواست عضویت از مهستان کرد و شرایط و آیین‌نامه‌ش و اینا رو در یک فرصت دیگه، چون الان آقای دکتر نوری‌زاده تشریف آوردن. جناب نوری‌زاده، پرسش شما بنده شرمندم، ببخشید میکنم. شما فکر میکنم جواب هر دو سوال رو دادی. بله بله، اون سوال رو دادم. به پرسش دوست هموند ما آقای حسن دانشور ساکن هلند. آقای دانشور میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. خیلی ممنون کنم. سلام عرض میکنم به مهمان گرامی. من فقط اینجا تو مدت محدود 5 دقیقه که دارم سعی میکنم چند تا نکته به گمان خودم تکمیلی رو اضافه کنم به گفتهایشون. بحثشون کاملا درست بود در مورد تنوع اتفاقاتی که در کشورهای مختلف عربی اتفاق افتاد و دلایل این تفاوت ها. نکته ای که من میخواستم در درجه اول بگم این بود که در مورد تونس که در واقع پرچمدار این جنبش در سال 2010 بود، خوشبختانه نتیجه به در واقع جدایی کامل دین از حکومت انجامید. 112 حزب در این کشور وارد فعالیت های شدن. از شاید خدمت شما قانون اساسی که به مدت 4 سال طول کشید نوشته شد و زنان حتی به خاطر اینکه جنبش زنان از برجستگی خیلی خاصی تو کشورهای عربی در تونس برخوردار بود، موفق شد حتی ازدواج مسلم رو با یک فرد غیر مسلم به رسمیت بشناسد. بنابراین به گمان من تونس تنها کشوریه در میان کشورهای عربی که به سکولاریسم رسید و داره راه رو به طرف دموکراسی در پیش گرفته. اما یه نکته دیگه که می‌خواستم بگم، چون من با توجه فرمایشات آقای نوری‌زاده اینجور حس کردم که بیشتر تکیه ایشون به عدم علت عدم استقبال دموکراسی و نتیجه دموکراسی از این بهار عربی بیشتر به اسلامه. من یه نکته رو می‌خواستم بگم که من فکر می‌کنم اولا 3 موضوع ناصریسم، کمونیسم و ناسیونالیسم عرب که در واقع شکل دیگر همون ناسیونالیسم در واقع ناصریسم بود، اینا بخش بزرگی از انرژی روشنفکران عرب رو تو چند دهه گذشته به خودشون گرفتن. در واقع که اینا میتونیم مثلا مقایسه کنیم با جنبش‌های کمونیستی چریکی در ایران که بخش قدرت زیادی از روشنفکران ایرانی رو برای نقشمند ساختن دموکراسی گرفتن. در واقع اینها ضرباتی بود که به استقرار دموکراسی در این کشورها و در کشور ما هم به حال زده شد. بنابراین قابل مقایسه است با این اتفاقاتی که در کشور خود ما افتاد. بنابراین فقط اسلام نیست، با توجه به اینکه ما ببینیم که پدیده اسلام به خصوص در کشورهای عربی علیرغم وجود تاریخی به اصطلاح اخوان المسلمین و غیره ذلك خیلی در سیاست فعال و اونجوری که حتی در ایران فعال بوده فعال نبودن، خاطر خود سنی بودنش و اون ایدئال‌هایی که توی تسنن وجود داره. بنابراین این یک پدیده جدیدیه که به گمان من بعد از بروز خمینی است. در واقع اکسالعملی که در بخش تسنن هم اتفاق افتاد. بنابراین من فکر میکنم که ما نمیتونیم مسئله استقرار دموکراسی رو به مسئله حل اسلام منتهی کنیم و فکر کنیم که این قدم اول است، بخصوص که وقتی که روشنفکران با آقای
نویزاد روشن فکران بخش عظیمی رو در بعضی از کشورهای عرب تشکیل میدن و سکولار هم هستن، چگار میخوام بگم با اسلام؟ شما نمیتونید که برای استقرار دموکراسی اول اسلام رو مثلا ضعیف کنین، یا در هیچ جای دنیا این کار نکردن. تو همین اروپا ما هم که دموکراسی برقرار شده، از این کارهایی که مسلمان ها میکنن یهودی مسیحی ها میکردن، آدم ها رو آتش میدن تو همین خیابونای شهرهای اروپایی. ولی به هر حال راهی رو که برای استقرار دموکراسی روشن فکران اروپایی در پیش گرفتن، مبارزه با مسیحیت بیجمار نبود. و حتی اگر اصلاح دین در مسیحیت انجام شد، توسط خود مسیحی ها شد، خود دینداران شد. بنابراین روشن فکران در واقع استقرار دموکراسی یک جریان نقشمند و هدفمنده، یک پروسه‌ای که روشن فکران باید بشینن براش دوران گذار و نقشمندی کنن. و بنابراین من خیلی با این مسئله که مثلا تو 20 سال آینده باید صبر کنیم تا مصر حتما، حالا من نمیگم کمتر یا بیشتر، اول اسلام رو تعریف روشن کنن بعد دموکراسی، من زیاد توافق ندارم. و نکته دیگه هم که می‌خواستم بگم اینه که در واقع این است که در مورد ایران چون اشاره شد، ما در مورد ایران به گمانم علارغم اینکه ما مواجه هستیم با یک تشکل خیلی قوی اسلام شیعی، علارغم این به خاطر وجود تحولات اتفاقاتی که در دوره رضا محمد رضا شاه و رضا شاه افتاد، مدرنیسم در ایران اتفاق افتاد، به خصوص آزادی نسبی زنان که در ایران اتفاق افتاد، در واقع ما خیلی مشکل با مسئله آخونده نخواهیم داشت اگر روشنفکران ایران در واقع دنبال نقشمند کردن، هدفمند کردن و برنامه ریزی برای دوران گذار جمهوری اسلامی به دموکراسی داشته باشند. در این صورت ضرورت مبارزه با اسلام به هیچ عنوان وجود نداره و منتفی است این ضرورت. این مبارزه اولا یک مبارزه تاریخی است، مبارزه در زمینهای مختلف، در فکر اندیشه است، تفکر فلسفه است و غیره و غیره و تجربه خود مردم. بنابراین من فکر میکنم تکیه زیاد به این که اول اسلام برود کنار و بعد سکولاریسم بیاید و بعد مرحله بعدی دموکراسی، به نظر من کمی با واقعیات جهان و تاریخ استقرار دموکراسی در جهان خیلی در تطابق نیست. ولی در بقیه مسائلی که ایشون گفتن من خیلی برام جالب بود و به عنوان یه آدم آگاه که از نزدیک با مسائل کشورهای عربی مواجه بودم. به هر حال من فکر میکنم 5 دقیقه گذشت و اگر فرصتی شد باز در نکات دیگری در بخش دوم ارائه خواهم داد. خیلی متشکرم. سپاس از شما جناب دانشور، شما دقیقاً از 5 دقیقتون استفاده کردین. نفر بعدی جناب آقای قاسمی از کشور انگلستان، بفرمایید آقای قاسمی. با درود بر شما و تشکر از صحبت‌ها و توضیحات خیلی خوب دکتر نوری‌زاده. من 3 تا سوال دارم که سریع پشت سر هم سعی می‌کنم بگم، امیدوارم جناب یزدیان در پیگیری هر سه سوال کمک بکنم. جناب نوری‌زاده، اولین سوال من در باره نقش اقتصاد در تمایل به مذهب یا اسلام افراطی و یا دوری این مردم نسبت به این نوع افراط‌ها و گرایش به سکولاریسم، شما نقش اقتصاد رو چقدر می‌بینید؟ و تو پرانتز یک کشوری وجود داره که حتما شما بهتر می‌شناسید به نام برونئی. این کشور مذهبیه به شدت، من تا اونجایی که میدونم، اما ما از او هیچ خروجی افراطی مذهبی حداقل در رسانه‌ها تا حالا ندیدیم و به نظرم اومد به نسبت جمعیتش هم کمترین تمایل به سلفی‌گری یا داعش گویا بوده. اینها رو به هر حال شما میدونید. به هر حال سوال من جایگاه اقتصاد در این گرایش‌های افراطی است. دومین سوالم در میون همه توضیحات جوامع مختلف عربی که شما لطف کردید و دادید، فلسطینی ها مخفول موندن. خیلی دوست داشتم در باب هویت سکولاری که شاید شما بهتر بتونید توضیح بدید، در فلسطینی ها جامعه فلسطینی وجود داشت به ویژه توسط جنبش الفتح، و اینکه خب مردم ایران به دلیل اونچه که حکومت تبلیغ کرده اصولا فلسطینی ها رو یکی از ایالات بعدی و حیات خلوت جمهوری اسلامی دیدن و نمایی تو رسانه ها حکومت ایران از فلسطینی ها ایجاد کرده که اینها یک نوع انگل به مردم ایران هستند، ضمناً هر چی که هستن همین حزب الله خودمون هستن، فقط نوع عربیشن و احتمالاً سنیش. در باب این هویتی که ما در دهه‌های 70 و 80 میلادی به یاد داریم، اگر شما بیشتر توضیح بدید و اون چیزی که امروز ما میتونیم بهش سکولاریسم فلسطینی بگیم، خوشحال میشم. سومین سوالم در مورد نسل اول مردم سوریه است که علیه بشار اسد قاتل قیام کردن، و ما که پیگیری میکردیم دکتر،
حداقل من هیچ وقت پالس های مذهبی از اون اعتراضات نمیدیدم، به خصوص در اون یک سال اول که کاملا مسالمت آمیز بود، تظاهرات هایی بود و این تظاهرات ها هر اونچه که ما میدیدیم اتکا به مذهب و بحث های مذهبی و نهل های مذهبی نبود، اعتراضات اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی نهایتا به نظر میاد. در باب سرنوشت نسل اول معترضین سوری اگر اطلاعات بیشتری به ما بدید من ممنون میشم. این سوال من بود، با تشکر از شما. ممنون از شما آقای قاسمی. آقای دکتر نوری علا، من وقت شما رو فراموش کردم در حقیقت. من این پرسش آقای قاسمی رو برای شما خواهم خوند، ولی درباره ابراز نظر آقای دانشور شما توضیحی دارید بدید، بفرمایید. من رو خطاب قرار دادید؟ آقای نوریزاده، آقای دکتر نوریزاده. خب اسماتون شبیه همه. من آقای دکتر نوریزاده بفرمایید، میکروفونتون بسته. از اظهاراتی که دوستمون کردن در هلند بودن یا بلژیک؟ در هلند. بله، بسیار نشان دهنده بود که ایشون پیگیر مسائل هستن و با علاقمندی دنبال. همون دوست من، یکی از دلایل عمده بالا آمدن اسلام سیاسی در کشورهای عربی شکست حکومت‌هایی بود که به ظاهر سکولار بودن، یعنی در واقع ناصریزم، جنبش‌های ناسیونالیستی عربی، بعث و غیره و غیره، چون شکست خوردن، چون نتونستن برای مردم اون آرمان ها و خواسته رو تحقق بدن، در نتیجه این مشکل پیش اومد. ببینید، از زمانی که سید جمال الدین اسدآبادی، عبدو و این مجموعه در واقع را میفتن و مسئله اسلام رو مطرح میکنن، همیشه در بین عربا این بحث وجود داشت. ترک‌ها هم یه مدت بحث وجود داشته و بعد یه مقدار در هند، در پاکستان، در کشور عربی. خب مشکل از اسلام یا از غرب؟ آیا اگر ما مصیبت داریم، مشکل داریم، مسئله داریم، به خاطر اینه که نرفتیم غربی بشیم، مثل غربی ها مدرن بشیم، زندگیمون رو تغییر بدیم، درس بخونیم، بچه همون رو بفرستیم دانشگاه خوب درس بخونیم؟ آیا به خاطر اینه یا نه؟ به خاطر اینه که ماها به اسلام عزیز نچسبیدیم. این بحث به صورت مستمر شما در هر جایی میرید، این بحث اول انقلاب یه شب منو گرفتن توی کمیته که مجلس شورای ملی شده بود، کمیته مرکزی، برادر آقای مهدوی کنی، ایشون هم اونجا بود، باقری کنی، چهار تا بچه جقیل اومد بودن، نشسته بودن با من راجب شریعتی بحث میکرد و راجب آل احمد. حالا خب دکتر نوری الان میدونه ما در واقع یه نوعی بنده شاگرد آل احمد بودم، روز کافه فیروز دوشنبه دنبالش غیره رفتن یا دنبال شریعتی با رضا امامی بریم حرفاشو گوش بدیم. به این پسره گفتم که آقا تو کی داری میگی؟ گفت اگر ما حرفای شریعتی رو گوش کرده بودیم و غرب زده نشده بودیم و جناب علی با کروات الان اینجا نبودی، ما 50 سال پیش رسیده بودیم به پیروزی و موفقیت و نمیدونم تعالی و تکامل. خب این یک نوع برداشت بود. اونهایی که اومدن با عقیده ناسیونالیسم، ناصریسم، با عقیده اتحاد عربی، وحدت عربی، غیره غیره اومدن، اینا شکست خوردن. چون شکست خوردن، مردم رو هول دادن به سوی اسلام. این یک نکته. دوم که به نظر من آقای قاسمی گفت خیلی مهم بود، مسئله فلسطینه. سکولارترین مردم عرب فلسطینی ها هستن، سکولارترین مردم عرب. شما جنبش های فلسطینی رو اگر نگاه بکنید، از فتح، جبهه خلق برای آزادی فلسطین، جورج حبش، جبهه دموکراتیک نایف هواتمن، اینا همشون یا مارکسیست بودن یا ناصری سکولار بودن.
این جنبش حماس و این بازی که در غزه را افتاد، این متاسفانه یک جنبش فیکه، یعنی در واقع جنبش واقعی هم نیست، جنبش فیکه که با کمک بسیار گسترده اسرائیل، یعنی اصلا شیخ یاسین رهبر همین حماس اگه یادتون باشه یه آدمی بود چلاقی با یک چهار تا دست و پای مصنوعی روی یه چرخ، هر آن اسرائیل میخواست دخل این رو بیاره میتونست ولی نکرد، اینقدر صبر کرد تا حماس گنده شد و با کمک شارون غزه رو گرفت و پدر فلسطینی های ساحل غربی رو در آوردن. بله فلسطینی ها واقعا سکولارترین عرب ها هستن. نگاه به شاعراشون بکنید، محمود درویش، سالم جبران، فضلات اوقان، همه یا مارکسیستن یا سوسیالیستن یا آدم های سکولار هستن. اینه که اسرائیل مصلحتش در این بود که یک جنبش اسلامی در فلسطین به وجود بیاد که به وجود آوردن، جمهوری اسلامی به مصلحتش بود که به وجود آوردن، جهاد اسلامی اومدن درست کردن، چون حماس شیعه نمیشد جهاد اسلامی رو درست کردن شیعه بشه، کنارش بازدن اینا هم کمه یه گروه دیگه شیعه هم از بغلش درست کرد به نام الصابرین. منظورم اینه که ما در جهان عرب سکولارترین افراد فلسطینی ها هستن. بعد میایم سراغ لبنانی ها، لبنانی ها بخش بزرگشون سکولارن، بخش بزرگ عمدهشون. و وقتی میگیم سکولار باید در نظر داشته باشیم سکولار فقط منحصر به مسلمان نیست، شما در لبنان مسیحیایی دارید که از نظر تعصب و چنگکی که به همون مارونی مسیحی میزنن از مسلمان ها بدترن، اینقدر متعصبن و حاضر نیستن این مسئله دین. یعنی واقعا میخوام بهتون بگم اسقف اعظم مارونی های لبنان قدرتش از رهبر هر حزب سیاسی در اونجا بالاتره، یعنی خیلی از حسن نصرالله هم قدرتش بیشتره، یعنی اگه روزی او بخواد دستور بده مردم مسلح بشی این کار رو میتونه بکنه، قدرت این کار رو داره که مردم رو مسلح بکنه. منظورم اینه که ما در یه شرایط خاصی قرار دادیم، در این شرایط خاص تو منطقه خودمون باید یادمون باشه وقتی میگیم سکولار فقط منظورمون این نیست که مسلمانای شیعه یا مسلمانای سنی، نه، ما در منطقه مسیحیانی هم داریم که این مسیحیان هم سکولار نیستن و اینه که اینا دست به دست هم میدن و یه نوعی با هم بازی میکنن، این به اون پاس میده اون به این پاس میده. اخیراً در لبنان یه اتفاقی افتاد، زباله ها جمع شده بود در مناطقی، زباله های بسیاری جمع شده بود و جالب اینه که در منطقه مسیحی ها دو تا شرکتی که مال مسلمان ها بود میخواستن زباله ها رو ببرن نمیذاشتن ببرن که زباله مسیحی رو شما حق ندارین ببرید یا زباله مسلمان و مسیحی حق ندارین ببرید. میخوام بگم این مشکلات تو این جوامع وجود داره، اما من خوشبینم، امیدوارم و بر این باور هستم که سکولاریسم در منطقه ما جا میفته. تجربه تونس تجربه فوق العاده خوبی بود، دوست ما بهش اشاره کرد، در همین انتخابات اخیر تعداد احزابی که تونستن کرسی به دست بیارن، حالا از دو تا کرسی گرفته تا 50 تا کرسی، این خیلی مهمه که 90 گروه و تشکل و حزب سیاسی میتونن هویت خودشون رو در پارلمان اعلام بکنن و بالاتر از اون اینی که اینها 90% سکولارن و این خیلی مایه شادمانی و خوشحالی است و رئیس جمهوری منتخب سکولاره و اینا همه به نظر من خبرهای خوشی است که از اون سو میرسه و امیدوارم که این خبرهای خوش هر روز انعکاس و بازتابش بیشتر بشه.
هنوز دو تا سوال دیگه از آقای قاسمی که سه تا سوال مطرح کردن، شما یکیشو جواب دادید. نقش اقتصاد در تمایل به چقدر خوب مذهب افراطی. بله اولا در مورد این سوال بسیار سوال مهمی بود، بسیار سوال مهمی. در جوامع فقیر عرب این مسئله وجود داره. ببینید شما در عربستان سعودی یا در بحرین یا در کویت یا در امارات با این مشکل روبرو نیستید. یعنی اخوان المسلمین نمیتونه مردم با فریب دادن، با یک کیلو گوشت دادن بکشونه طرف خودش. ولی اینو در مصر و سودان میبینید، در مغرب میبینید، به رأی العین مشاهده میکنید. کاملا حرفتون درسته عزیزم، نقش اساسی داره اقتصاد و فقر نقش بسیار مهمی داره و این بیچاره ها به خاطر نداشتن، به خاطر فقیر بودن جذب میشن، میرن طرف اون حزبی که پول داره. کاملا با شما موافقم، خیلی هم حرف به جایی بود. و سوال آخر، نسل اول مردم سوریه علیه بشار اسد که قیام دوست من بودن. دوست من سوریه، خدا لعنت کنیم جمهوری اسلامی رو، سوریه اصلا حرکتی که شروع کرد این حرکت نه خونین بود، نه آدم کش بود، نه اسلامی بود، هیچ کدوم اینا نبود. مردمی در یه شهر سوریه خواستار تغییر فرماندار شد و اجرای انتخابات انجمنهای محلی. آقای بشار اسد با اینا برخورد خشن کرد به جای اینکه حرف اینا رو گوش بده و زمین ساز شد که این جنبش تبدیل بشه به یک حرکت تروریستی. آقای اردوغان دروازه رو باز کرد. شما باورتون نمیشه 8 ماه 9 ماه بعد از شروع حوادث سوریه روزی بین 2 تا 5 هزار نفر از مرزهای ترکیه عبور میکردن وارد سوریه میشدن. و اینا از کجا میمدن؟ از چچن، از داغستان، از روسیه. و آقای پوتین هم از خدا خواسته 100,000 داغستانی و چچنی رو رد کرد، رفتن تو ترکیه و از جا رفتن تو سوریه. شر اینا رو از سر خودش کم کرد. میخوام بهتون بگم سوریه تا 1.5 سال بعد از ماجرا اصلا هنوز اسلامی نبود. بعد دیگه جمهوری اسلامی رفت، مسئله شیعه سنی مطرح شد، یه گروه سنی گروه شیعه و همینا کم کمک باعث شد که این ماجرا رنگ اسلامی به خودش بگیره و افراطی بشه، داعش وارد معرکه بشه و ایناش که الان مشاهده میکنه. متاسفم. سپاس از شما. میریم که 2 تا از پیام‌های خارج از مهستان رو گوش بدیم. آیه نصرالله، پیام‌های تازه رسیده، بفرمایید. بله، سوالات خارج از بحث امروز از جناب دکتر نوری‌زاده بسیاره، ولی ما متاسفانه نمیتونیم سوالا رو مطرح کنیم و از دوستان عذرخواهی میکنیم. در ضمن آقای یزدیان، از ساعت 19 به وقت اروپا مرکزی برنامه ما در کانال 1 قطع شد و دوستان از شبکه‌های مجازی مهستان و یا تلویزیون میهن و اینستاگرام ما برنامه رو دنبال کنید. سوالات آقای دکتر نوری‌زاده در مورد کودتای سپاه از شما خیلی شده. بیشتر از 6 سوال داریم در مورد این قضیه. من نمونه هایی از این سوال رو براتون میخونم. پرسیدن که آیا مدل مصر اقتضا میکند که در ایران هم علیه حکومت اسلامی کودتای نظامی بشود؟ محمود خاکسار از مشهد اینو پرسیده. یا اینکه پرسیده شده که درود خدمت مهستان و جناب نوری‌زاده، امروز مقاله‌ای از آقای مرنش امیر با این مضمون که روبودن رولازم را مقدمه کودتای سپاه و جایگزینی دیکتاتوری چکمه به جای دیکتاتوری نعلین قلمداد می‌کنند. سوال بنده از آقای نوری‌زاده این است که باید منتظر کودتای سپاه و پس از آن معامله سپاه با آمریکا بود. این در مورد این سوال و این جور سوال خیلی از شما شده، اگر میشه پاسخ بدید. سپاس. ببین دوست من، من اصولاً بر این باورم، بر این اعتقاد منه که اگر دولت ایالات متحده
هدف و قصدی بر تنبیه سپاه داشت، این آقای حاج قاسم سلیمانی سرلشکر مثل آب خوردن میره عراق، سوریه، برمیگرده، هیچ کسی هم بهش کاری نداره. نکته جالب بهتون بگم، راننده حاج قاسم در امریکا زندگی میکنه، کسی که قبلا رانندهش بوده، در لس آنجلس هم هست و خب حکایت های عجیب، ما دوستان ما میشناسن، خیلی ها در لس آنجلس او رو میشناسن و آدم حکایت های عجیب غریبی از حاج قاسم داره. آمریکا رهبرای درجه 4 و 5 داعش و القاعده رو تو پاکستان، تو یمن میره با همین درون، با هواپیما بدون سرنشین میزنه میکشه و حاج قاسم سلیمانی رو نمیتونه به راحتی بیاد و بره و برگرده. نه نه، چون نیست. من بر این باورم که آقای ترامپ، به خصوص آقای ترامپ، بعدش نمیاد که یه گروه نظامی رو پیدا بکنه تو مایه حاج قاسم سلیمانی و علی شمخانی و آقای محمد باقر قالیباف، اینا رو پیدا بکنه و به دست اینا آخوندها رو از سر را برداره. برای ترامپ تحمل یک دولت نظامی بسیار آسانتره از یه دولت ایدئولوژیک آخوندی. بنابراین من اعتقاد منه، حالا شاید خیلی غلط باشه اعتقادم، من بر این باورم که آقای ترامپ داره زمینه سازی میکنه، حالا خودش هم اگه نکنه، دستگاه آقای ترامپ داره زمینه سازی میکنه برای اینکه بتواند سپاه رو تو آب نمک خوابوندن، سپاه رو حداقل برای مرحله بعد از خامنه ای آمادش بکنه. مرحله بعد از خامنه ای با یک بنبست بسیار بزرگ روبروست و این بنبست خیلی خطرناکه. به این جهت که وقتی خمینی مرد، اولا کسی به نام هاشمی رفسنجانی وجود داشت، در ثانی آخوندهای دیگه‌ای بودن که بیان زیر بال هاشمی رفسنجانی و یکی دیگه بگن یا احمد خمینی و او رو برسونن به رهبری. ولی فردا که خامنه‌ای رفت کی هست؟ کسی مگه در این رژیم آبرو و اعتبار داره؟ خامنه‌ای رو وقتی آورده، خامنه‌ای هنوز آبرو داشت، ولی امروز که آبرو داره؟ برادران لاریجانی آبرو داره که یکشون بشه رئیس جمهور، یکشون بشه رئیس مجلس، یکشون بشه رهبر. آقای هاشمی شاهرودی هم که به رحمت خدا رفته، کی دیگه باقی؟ سید ابراهیم رئیسی آدمکش رو بیارن بکنن رهبر؟ اینه که رژیم با بحران جانشینی روبروست، به طور قطع یک بحران اساسی جانشینی وجود داره و با این بحران جانشینی امریکا بهترین گزینه رو یک گزینه نظامی میدونه. من اعتقادم اینه که آمریکایی‌ها معتقدن با یک گزینه نظامی به راحتی قادرن که مسئله خلأ جانشین رو پر کنن، ایران رو نگذارن آشوب بشه، به هم بریزه، جنگ داخلی بشه و با یه آدمی هم مثل قاسم سلیمانی و امثال هم بتونن یه حکومت قدرتمندی رو سرکار بیارن. سپاس از شما. نوبت بعدی جناب آقای عباس دانشور، که با اون آقای حسن دانشور تفاوت داره، ایشون هم از هلند هستن. بفرمایید آقای دانشور. خیلی ممنونم آقای یزدیان، سلام میکنم به آقای نوریزاده و خسته نباشید. صحبتی که امشب شد، اشارات جالبی شد به مسئله دموکراسی، سکولاریسم و اسلام. ما میدونیم که مسئله دموکراسی یک امر مدرنی تو جامعه امروزی است که متاسفانه در خاورمیانه میتونیم بگیم از کشورهایی که میتونن خودشون بتونیم بگیم دموکراسی در اونها تا حدودی حاکم است، اسرائیل است. منتها صحبت امشب ما راجع به در مورد کشورهای عربی است. در دموکراسی میدونیم که باید فضای باز، رقابت آزاد، پلورالیسم باشه و شرط اصلی رسیدن به دموکراسی حقوق رسیدن به حقوق متساوی زنان با مردان باشه، که تمام اینها در کشورهای عربی بسیار ضعیف و یا فاقد اون است.
شما آشنایی زیادی با تاریخ کشورهای عربی دارید. من خیلی مایل بودم نقش جریان‌های اسلامی که از 80 سال پیش مثل اخوان المسلمین و انشاباتی از اون که با نام‌های متفاوتی شما باشون آشنا هستید به عنوان جهاد و غیره و سردمدارانشون مثل حسن البنا و الحجتی هم چیز اگه درست بگم اسامی زیادی هست. اینها با شعارهای پیامبر رهبر ماست، قرآن قانون اساسی ماست و یا جهاد راه ما راه جهاد است و غیره همیشه شعارهای متفاوتی دادن و در جنگ جهانی دوم ما میبینیم حتی هم تا حد همکاری با فاشیستای آلمانی داشتن و حتی اخوان مسلمین در زمان ناصر باش همکاری کردن و برای علمش بودن، حتی شاه فاروق رو حمایت کردن و خیلی بازی کردن تو جریان سیاسی دنیای عرب. سوال من بیشتر از شما در این مورد است که چه عواملی مانع ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد دموکراسی است؟ آیا قبایل، وجود قبایل و طایفه هاست؟ چون کشورهای عربی بیشتر طایفه‌ای هستند. آموزه‌های سید قطب و امثالهم هست، نفوذ روحانیون هست یا مسئله نفت؟ این نفت چون ما می‌بینیم که در این کشور عربی قرن هاست استبداد تکرار میشه، دائما باستولید میشه. آیا این عوامل باعث این باستولید استقرار و نیومدن دموکراسی در این جامعه میشه یا عوامل دیگری هست؟ متشکرم. بله، چند موضوع در واقع در صحبت‌های شما بود. یکیش در رابطه با مسئله جایگاه زن در یک در کشور عربی و اسلامی و مقایسش با اسرائیل بود و باز من در این موردم به شما بگم در اسرائیل این فرقه های تون رو که به عنوان ارتدوکس، یهودیان ارتدوکس معروفن، به گفته خود دوستمون مناشه امیر، اینا روزای شنبه به قدری اینا متعصبن که اصلا گفت مناشه امیر، گفت من جرئت نمی‌کردم با ماشینم ردشم چون سنگ می‌زدم میشکوندم، یا نوع مقاربتشون با همسرانشون که اصلا زن و شوهر بدنشون به هم نباید بخوره و با ایجاد یک سوراخ یه حفره با هم ارتباط برقرار میکنن. یعنی میخوام بگم این اینا برمیگرده به اون اندیشه سامی که این دینهای سگانه به اون ربط دارن، ارتباط پیدا میکنن و متاسفانه این ما گرفتارشون دیگه، همه ما ملت ها یهودی هم گرفتارشن. شما فکر کنید اصلا وجود موسی الان زیر سواله، ولی اونا خب باور دارن بهش، یا ابراهیم همینجور، یا حضرت سلیمان مرد و 100 سال در عصاش بود، آویزون بود تا عصا خاکستر شد، از این حرفا. یعنی اسطوره هایی که تبدیل به مذهب شده، ما گرفتارشیم تو شیعه، تو سنی، تو یهودی و تو مسیحی. اون تا جوامعی بودن مثل مسیحی‌ها یا اسرائیلی‌ها هوشمند بودن، اومدن این قضایا رو جدا کردن از زندگی سیاسیشون تا حد زیادی، نه اونم به طور کامل بود. الان احزاب مذهبی در اسرائیل خیلی دوباره قدرت گرفتن، خیلی زیاد. اما اینکه بخش بعدی صحبت فرمودید در رابطه با ممکنه جملتون تکرار کنید، چون خیلی جمله جالبی بود برای من. جملتون تکرار، چه عواملی مانع ایجاد زیرساختای لازم میشه دوست؟ بله، حضورت عرض کنم که دوستمون، یکی از دوستانمون به مسئله فقر اشاره کرد که فقر خیلی مسئله مهمی. من به مسئله مذهب اشاره کردم، مسئله فساد، فسادی که در درون حاکمیت وجود داره، این فساد جامعه رو عصیان زده کرده، جامعه رو شورشی کرده. این فسادی که طرف میبینه افسری داره راه میره، ماشین آخری مدل زیر پاش دختر و زنش هم چه جور دارن راه میرن و اون نون نداره برای بچهش ببره، این فساد، این رشوه‌خواری، اینا آزاردهنده است. اینا باعث میشه دموکراسی ریشه نگیره، پایه نگیره در این جوامع. و متاسفانه
همونطوری که گفتم فقرم یه عامل اساسیه. کشورهای ثروتمند عرب به جای اینکه برن به کمک این کشورهای فقیر، الان آنچه در یمن داره میگذره، در اتیوپی، در اریتره، در این جوامع داریم مشاهده میکنیم، اینا همه نشان دهنده اینه که در نبود یک برنامه ریزی صحیح و دقیق در کشورهای اسلامی و عربی این مشکلات وجود داره. دوست ما راجع به عراق از من پرسید چرا سکوت کرد. سکوت نکردم دوستم، به این دلیل عراق رو نگفتم که عراق امروز یک کشور مستقل به عنوان یک کیان یا یک هویت سیاسی نیست. عراق تبدیل شده به مستعمره جمهوری سید علی خامنه ای. در عراق احزابی هستند که این احزاب رو به قبله چهارراه آذربایجان نماز میخونن. اینا اصلا براشون عراق مطرح نیست، برای آقای قیس الخزعلی خدا سید علی خامنه ایه. و نمونه های دیگر، مقتدا صدر یه مقدار تمرد کرد، آقای قاسم سلیمانی رفت با پس گردنی تو سرش زد ولی شش بردش تهران. میخوام بگم عراق الان از اون قسمت شمالش هم که کردستان باشه، در کردستان بیچاره ها گرفتارن، دلشون میخواد یه حالت استقلالی داشته باشن. تجربه آقای مسعود بارزانی با اون تودهنی جمهوری اسلامی و همدلی قباد طالبانی باعث شد که اون تجربه با اون وضع افتضاحی شکست بخوره و نه تنها کردها بخش عمده ای از مناطقشون از دست بدن، بلکه الان کرکوک رو از دست دادن. کرکوکی که براشون مثل مکهشون میمونه، کرکوک هم از دست دادن. بنابراین در عراق هم آمریکا بزرگتر خیانت و جنایت رو این آقای پول بریمر به امریکا، به عراق دیا کرد. ببینید ارتش عراق رو اینا منحل کردن و با انحلال ارتش عراق به جمهوری اسلامی اجازه دادن که بیاد و هر کاری دلش بخواد بکنه. من این رو براتون بگم، دردناکه. در نجف معاون فرماندار نجف عربی بلد نبود حرف بزن، زبون فارسی حرف بزن، عربی بلد نبود. همش بچه های سپاه بودن، 5000 نفر بیشتر از بچه های سپاه قدرت رو در دست داشتن و سید علی خامنه‌ای هم خیالش راحته. الان یه تشکیلات درست کرده به نام ستاد بازسازی اعتاب مقدسه، میلیارد ها داره در اونجا پول مصرف میشه و بالا کشته میشه. شما فکر کنی حضرت زهرا در خود قبرستان بقی جاش معلوم نیست، الان قبری دارن براش به حقوق بازی میسازن در نجف که با شهور ترین قبر جهان برایشون دارن درست میکنن، یه قبر جهانی، و برای همه ائمه دارن درست میکنن. توی ایران 13,000 تا امامزاده درست کردن، تو عراق هم امامزاده ها به 20,000 تا داره میرسه. در هر روستایی شما میدید 4 تا امامزاده زدن، یه متولی از جانب آقای خامنه ای، یه امام مسجد، یک نمیدونید اینا با عراق چه کردن. عراقی های واقعی متنفرن از اینا، کنسولگریشون رو آتیش زدن، تمام احزاب مذهبیشون رو آتیش زدن، ولی با این وجود دستشون کوتاهه. آمریکایی‌ها نمیخوان، نمیدونم آمریکایی‌ها چه نقشه‌ای دارن، نمیدونم در عراق چه نقشه‌ای دارن. به کردا قول داده بودن که حمایتشون کنن، پایگاه براشون زدن، ولی باز دادن نمیدونه چه نقشه‌ای دارن. الان همین سوریه رو شما نگاه کنید، آمریکا کشید بیرون، چه قولی به کردای سوریه داده بود، ولی باز این بازی رو باشون دارن. در حال واقعا نمیدونم آقای ترامپ و دارو دستش، آقای قبل از اونا بولتون و آقای اینا چه نقشه‌ای دارن، چه برنامه‌ای برای ملت‌های بدبخت دارن.
ولی عراق به اعتقاد من کشوری است که اگر تجربهش موفق میشد سرنگونی جمهوری اسلامی قطعی بود. تجربه عراق رو نذاشتن موفق بشه و جمهوری اسلامی یه نقش اساسی داشت در جلوگیری از توفیق تجربه عراق. ممنون ازت. ممنون از شما. من به بینندگان گرامی عرض می‌کنم که اینکه کانال یک برنامه رو قطع کرده بود برای این بود که آگهی‌های تجاریش رو می‌خواست پخش بکنه و کانال یک تا 10 دقیقه دیگه این برنامه رو، یعنی بعد از آگهی‌های تجارتی، ادامه برنامه رو نشون داده، مهستان رو، و تا 10 دقیقه دیگه هم نشون میده. حالا ببینیم در آینده. استاد عزیز، من کی میتونم مسئولیتتون مرخص بشم؟ شما طبق قراری رو که ما داریم 1 ساعت و 10 دقیقه دیگه. واقعا نمیتونم عزیزم. تا چه ساعتی میتونین شما؟ من دیگه باید برم. دلیلش هم براتون میگم. من اگر ویزای آمریکام درست نشه، سه‌شنبه نمیتونم به آمریکا بیام. من الان باید برم دنبال این برنامه ویزام و ببینم به کجا میرسونم برنامه ویزا. و اگر اجازه، الان آشنا شدم با کارتون، خیلی علاقمند شدم، راستشو بهت بگم. خیلی خیلی علاقمند شدم به این کار، از بچه ها، از همه دوستان خوشم اومد. ممنونم از پیام که حالا آخرین درخواست یا پرسش رو من بگم، جوابشم خیلی کوتاه. آره بگو. ما یک شنبه ها از ساعت وقت لندن از ساعت 5 تا 3 ساعت میشه 8 به وقت لندن ما نشست داریم در مهستان. ببین من در مهستان آیا برای شما، برای تلویزیون، برای تلویزیون شما این امکان هست که این برنامه ما رو پخش بکنید؟ حتما این کار رو براتون میکنم، 100%. حتما این کار رو براتون میکنم. آقای مجدد در این زمینه با شما تماس میگیرم. من یه نکته رو بهتون بگم. اولا من به این برنامه خیلی علاقمند شدم، خدا شاهده صادقانه دارم میگم، برای که با یه دادم فهمیده برخورد کردم. یکی دو نوبت دیگه از من دعوت شد، در یه برنامه دیگه رفتم، واقعا متاسف شدم. نوع حرف زدن ها بسیار پایین. الان واقعا فهمیدم که پیام چه زحمتی کشته و این اسم مهستان بی خودی نذاشته. قول شرافت بهتون میدم در برنامه دیگه تون بیام. 3 ساعت نمیتونم، ولی 1 ساعتشو میام، نیم ساعتشو میام. اگر سوالی دارین خواست از من بپرسید، من در خدمتتون هستم. ولی دروغ نمیتونم بگم 3 ساعت برای من امکان پذیر نیست، به خاطر سنگینی کاری که دارم. پیام جانم میبخشی واقعا، ولی واقعا با همه وجود از این برنامه لذت بردم. ممنونم. خواهش میکنم علیرضای گرامی، خیلی تشکر میکنم از محبتی که کردی و در این برنامه شرکت کردی و این وعده دلخوش کننده رو ما دادی که احتمالاً شاید از هفته آینده این برنامه در تلویزیون شما هم پخش بشه. ببین پیام جان، الان من برات میگم، ما روزهای شنبه و یک شنبه، میدونی روزهای شنبه و یک شنبه بیشتر برنامه‌های ضبط شده‌مون هست، برنامه‌ای که ضبط شده و قبلا این کار شده. ما حالا باید با شما یک برنامه، یه تنظیمی بکنیم. من باید با بچه های فنی صحبت بکنم که شما از ساعت 5 ما که میان، اونا چجوری میتونن این برنامه رو مستقیم بدن، یا از 5 تا 8 ضبط بکنن بعدش پخش بکنن. یعنی من باید ببینم چه نوع ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، ولی قول قطعی بدونم این کار انجام، چون خیلی خوش آمد از این کار، از این برنامه خیلی خوشحال بود، فوق العاده. من هم خیلی خوشحالم که مورد پسند شما قرار گرفت. خدا شاهد. سفر خوبی به امریکا برات آرزو میکنم. قربونت برم. مرسی برای اومد اینجا ببینیم. فداد میبوسمت. به شکوه عزیز سلام برسید. سپاس از شما جناب نوریزاده گرامی، از جانب مهستان، از اینکه زحمت کشیدید و این 2 ساعت رو با ما بودید. قربونت برم. سپاس. خدا حافظ. دوستان گرامی، ما برنامه‌مون رو ادامه میدیم. من نکته رو دوست داشتم یه وقتی به من بدید که در ارتباط با اون چی که آقای نوریزاده گفتن و دیدم که کمتر بهش توجه شده عرض میکنم حضورتون. من اسم شما رو نوشتم، فعلا
دوستانی رو که وقت گرفتن بدون آقای نوریزاده، یعنی اگه پرسشه پس پرسش نکنید، برای که ایشون نیستن که پاسخ بدن، ولی اگر ابراز نظرهای کوتاهی هست من یکی یکی اسما رو میخونم. جناب آقای حسین نژاد بفرمایید. با سلام درود به دوستان و شما، من فکر میکنم باید آقای نوری علا یعنی وقت بدین صحبت بکنم، چون آقای نوری زاده رفتن دیگه، من خواستم سوالی بکنم و صحبت بکنم دیگه، بعد دیگه وقت داریم. من پیشنهاد من وقتم الانشو میدم آقای نوری علا. سپاس از شما، ولی حساب کاکا برادر. نفر بعدی جناب آقای فرشید آقازاده، بفرمایید. اگه پرسش دارید که پرسشتون رو نکنید، اگه ابراز نظری دارید به طور کوتاه میتونید بفرمایید. بفرمایید آقای آقازاده. ممنون، من فقط سوال داشتم، مطلبی ندارم. بسیار. خیلی سپاسگزارم از شما. بار دیگه که آقای نوریزاده اومدن شما پرسشتون رو مطرح میکنید. نفر آخر قبل از آقای نوریالا آقای ابتهی هستن. شما نظری دارید یا پرسشی داشتید آقای عبدالی؟ ممنونم جناب یزدیان. از آقای نوریزاده هم خیلی تشکر میکنم برای وقتی که گذاشتن و دکتر نوری علا خاطر زحمتی کشیدن این جلسه رو مهیا کردن. عرض کنم من یک نظری دارم، ولی دوست دارم بعد از دکتر صحبت کنم، دوست داشتم ببینم دکتر نوری علا چه میخوان بگم و بعد صحبت. بسیار خوب، بعد از آقای دکتر نوری علا آقای آقازاده ببینیم که پیامای بیرون آقای نصراللهی، و بعد نوبت رو میدم به شما. آقای نوری علا بفرمایید. علی عرض کنم که من در جریان صحبت‌های آقای نوریزاده و پرسش‌هایی که میشد دیدم روی یک نکته زیاد تاکید نشده. همونطور که میدونید بنده تحصیلاتم در زمینه عرض کنم که جامعه شناسی سیاسی، تزم هم در مورد سازمان‌های مذهبی اسلامی در ایران و خاورمیانه هستش. برای این کم و بیش با مطالب نظری و تاریخی مربوط به اسلام در منطقه آشنا هستم. خواستم عرض بکنم که یک تفاوت عمده‌ای بین ایران و کشورهای عربی وجود داره که اگر بهش توجه نشه هم در حال و هم در آینده ما با مسائل مختلفی روبرو خواهیم شد. همونطور که میدونید وقتی که یک پیغمبری ظهور میکنه و آیینی میاره و غیره، بالاخره چون انسانه میمیره، او که مدعیه که خداوند متعال از اون عالم باهاش تماس گرفته و احکام رو از طریق او به امت داده است میربه، و بنابراین امت میمونن سر این که خب حالا که این ارتباط نیست و چیکار بکنن. اینجا هست که یک جانوری به نام آخوند پیداش میشه و میگه که من اطلاع دارم که خداوند متعال منظورش چی بود از این حرفی که زد و شما باید به این حرفای منو گوش کنید. اما ادعا نمی کنه که من هم وصل شدم به خداوند متعال، میگه که از میراث این پیغمبری که رفته من مطالعه میکنم و میام به شما میگم که چی به چیه. بنابراین مکتب آخوندیزم در هر دینی به وجود میاد. یه کشیش، یه خاخام، یه آیت الله، هیچ کدوم اینا نمیگن که خداوند متعال به من داره عرض کنم که اطلاع میده، بلکه میگه من میرم مطالعه میکنم روی میراث پیغمبر و استخراج احکام بکنه. معمولا آنچه که اون پیغمبر گفته است به عنوان کتاب مقدس مطرح میشه. بعد قصه هایی که راجع به زندگی اون پیغمبر موجود هست یا اختراع میکنن، هر کاری میکنن، اینها هم منشأ مطالعه میشه. و بالاخره میگن که خب من عقل خودم رو به کار میندازم و میرم توی این عرض کنم که منابع مطالعه میکنم و نتیجه رو به شما میگم. این کار رو، این کوشش رو در عربی بهش میگن جهد، و کسی که میره این تحقیقات رو میکنه میشه مجتهد.
مجتهد کسیه که عقل خودش رو به کار میندازه و میره توی این منابع مطالعه میکنه و میاد یه نتیجه میگیره. نتیجه هم که میگیره بهش میگن فتوا. مجتهد میره مطالعه میکنه، نتیجه میگیره، به صورت فتوا بیان میکنه. مثلا میگه که بلیط بخت آزمایی حرام است. دلایلش هم میره از توی این منابع مربوط استخراج میکنه. مجتهد همیشه برای دستگاه سیاسی موی دماغه، ولی اینکه میتونه اجتهادی بده علیه این دستگاه. مثلا میگویند که در زمان ناصرالدین شاه وقتی که قرارداد تنباکو رو ناصرالدین شاه بست با خارجی‌ها، بازرگانان ایرانی و کسانی که توی اون صنعت بودن مراجعه کردن به مجتهدین نجف و اونا فتوا دادند که تنباکو حرام است استعمالش، و این باعث شد که این شرکت خارجی که با دولت قرارداد بسته بود مجبور شد که بساطش رو جمع کنه بره. بنابراین از صدر تاریخ، از 3500 سال پیش، اگر که از با این عینک به جهان نگاه بکنید، ببینید که همیشه حکومت‌ها در فکر این بودن که با این روحانیت به اصطلاح، با این دینکاران، کسانی که راه دین نون میخورن، چی کار بکنن. و راه حلی که توی خاورمیانه لااقل پیدا شد این بود که ما باید این آخوندها رو حقوق بگیر خودمون بکنیم. اگر این کار رو تونستیم بکنیم، این آخونده دیگه جرأت نداره علیه ما عرض کنم که فتوا بده، برای که حقوقش رو قطع بکنیم بیچاره میشه. آقای نورزاده بهش اشاره کرده. مهمترین اتفاقی هم که افتاده در زمان سلجوقیان اتفاق افتاد که خواجه نظام‌الملک وزیر چیز بود، سلجوقیان بود. او آمد و با چند تا از آخوندها با همدیگه یه بازی رو انداختن به نام انسداد باب اجتهاد. یعنی گفتن از این به بعد اجتهاد کردن قدغنه، ما این در رو بستیم، انسداد باب اجتهاد. و آخوند شد کارمند دولت و مطابق مصالح دولت حق داشت حرفی بزنه. یک سلسله مراتبی هم درست کردن. اون بالا یه مثلا مقام روحانی بزرگی نشسته بود، اون تصمیم میگرفت و عرض کنم که به بقیه ابلاغ میکرد. این بود در ایران در دوران مغولها، در دوران حتی صفویه. عده‌ای فکر میکنن که صفویه بودن که آخوندهای شیعه را آوردن ایران و بهشون اجازه اجتهاد دادن. ولی اگر که برید مطالب مختلف رو مطالعه کنید، ببینید که آخوندهای شیعه زمان صفویه هم حق اجتهاد نداشتن، بلکه حقوق بگیر دولت بودن. و یه بابای اون بالا نشسته بود به نام ملاباشی و بعد حجت الاسلام ها رو میفرستادن به شهرهای مختلف و مطالب مذهبی سیاسی رو از طریق این مجموعه عمل میکرده. و دولت تا اواخر صفوی برتری داشتهش بر روحانیت. روحانیت بخشی از دستگاه بروکراسی حکومتی بود، تا اینکه نادرشاه که به قدرت رسید، او همه اشخاص رو جمع کرد در دشت مغان و داستانش رو میدونید. قصدش این بودش که جلوی پول دادن و دستمزد دادن به آخوندها رو بگیره، این بودجه رو از بودجه دولت حذف بکنه. بنابراین یه بهانه ای آورد و گفتش که آقایون کارکردشون در دستگاه دولت چیه؟ این آخوندام که مفت خورده بودن، دو قرن مفت خورده بودن در اصفهان و جاهای دیگه، همه تعظیم کردن و گفتن که ما دعاگوی دولت مثلا مفخمه است. نادرشاه هم گفتش که آقا مثل که دعاهاتون دیگه اجابت نمیشه، برای اینکه این صفویه رو نتونستید جلوی اضمحلالش رو بگیرید.
بنابراین آقایون مرخص هستن برن دنبال کار خودشون. دستگاه دولتی روحانیت رو در ایران تعطیل کرد، در حالی که در هیچ کشور دیگه عرض کنم که مسلمان این اتفاق نیفتاد. الان شما نگاه میکنید که در الازهر مثلا در مصر، اونجا هستش که حق فتوای با موافقت حکومت رو دارن. بنابراین نیش آخوند سنی کشیده شده است. آتاتورک به راحتی توی ترکیه تونست یک حکومت لایک برقرار بکنه، به خاطر اینکه همه اون آخوندهایی که با لایسیسم مخالف بودن حقوق بگیر خودش بودن، او کافی بود دولت رو در دست بگیره و آخوندها همه بشن نوکرو. تنها کشوری که این اتفاق درش نیفتاد بعد از نادرشاه در ایران بود. خب این آخوندهای آواره که حقوقشون قطع شده بود راه افتادن، رفتن تو شهرهای مختلف متمرکز شدن و دنبال این میگشتن که خواهد کجا نوم بخورن. متوجه این شدن که یه عده هستن که زمینهای بزرگی دارن، زمیندار هستن، اما دولت هر لحظه میتونه این زمینها رو از اینا بگیره. اینا آمدن گفتن که آقا ما به عنوان مقامات روحانی میایم برای شما قباله مالکیت زمین صادر میکنیم و شما این قباله رو که دستتون بگیدیم دیگه نمیشه زمین از شما گرفت، در قبالش شما هم ما رو حمایت مالی بکنید. بنابراین اولین گروهی که جدا از دولت مرکزی، جدا از قدرت سیاسی شروع کردن پول پمپاژ کردن به آخوندها، زمینداران بزرگ بودن. بعد هم آخوندها لاتوپوتای هر شهری رو دور هم جمع کردن، یه ارتش خصوصی درست کردن و اینها رفتن سراغ بازاری ها و گفتن که اگر که به ما پول ندید ما حساب شما رو میرسیم. بنابراین دومین منبع تغذیه مالی روحانیت شیعه در ایران شدن بازاری ها. به همین دلیلی که شما وقتی که مثلا برگردید به قیام خمینی میبینید خمینی وقتی قیام کرد که شاه خواستش در ایران اصلاحات ارضی بکنه و زمین‌ها رو از بزرگ مالکان بگیره تقسیم بکنه بین زارعین، صدای روحانیت در اومد، خمینی هم اون اولش، و خب برای که اینا پشتیبانشون بزرگ مالکا بودن. این جریان باعث شد که بعد از نادرشاه تا زمان رضاشاه آخوند رفته رفته به خاطر استقلالی که پیدا کرد و به خاطر نفوذی که در مناطق مختلف کشور پیدا کرد در مقابل دولت تبدیل به یه شاخ شد. شما اگر که مطالعه کنید تاریخ تشیع در ایران رو ببینید که در همون زمان پس از نادرشاه هستش که دو مرتبه در دستگاه روحانیت شیعه اجتهاد مطرح میشه. در هر شهری یه آخوند گنده نشسته پشتش گرمه به زمین مالک، بزرگ مالکان و بازاریان و فتوا میده. علیه دولت هم میتونه فتوا بده، قضیه تنباکو هم که میدونی. بنابراین وقتی که انقلاب مشروطه در ایران صورت گرفت، در واقع این انقلابی سکولار دموکرات بود، سکولار بود به این معنی که میخواست از قدرت روحانیت بکاهد و دموکرات بود برای اینکه میخواست از قدرت شاه بکاهد. اما این انقلاب ناکام موند به خاطر اینکه با متمم‌هایی که به قانون اساسی زده شد، اولین متمم گفتن که 5 تا آخوند باید تمام مصوبات مجلس رو تصویب بکنن، بنابراین قدرت آخوند برگشت دست خودش، و بعدن هم که گفتن که شاه میتونه مجلس رو تعطیل بکنه یا اینکه نخست وزیر تعیین کنه و غیره، و اون تیکه هم پروسه دموکراتیکش مورد تردید قرار گرفت. در دوران رضا شاه بود که روشنفکرانی که برای رضا شاه کار میکردن ملتفت این تمهید تاریخی شدن که در خاورمیانه از زمان هخامنشیان به این بعد تنها راه جلوگیری از
دخالت روحانیت در حکومت این است که آخوند حقوق بگیر دولت بشه. چجوری این کار بکنیم؟ رفتن اولا مسئله اسناد رسمی رو مطرح کردن، سازمان اسناد رسمی ثبت املاک و غیر و این حرفا رو درست کردن، اینو از آخوندا گرفتن، دادگستری رو از آخوندا گرفتن، محاکم شرعی رو گذاشتن کنار و دانشگاه هم درست کردن و سیستم آموزش و پرورش رو و این تیکه هم از این سه تا تیکه اصلی که شاهرگ جامعه دست آخوند بود رو ازش گرفتن. حالا میموند مسئله این که حالا چجوری اینا رو حقوق بگیر خودمون بکنیم که نتونن بیان جلوی ما فتوا بدن. سازمان اوقاف رو درست کردن و گفتن کی گفته که وقف باید در اختیار روحانیت باشه؟ ما وقف رو میاریم در این سازمان دولتی متمرکز میکنیم، از درآمدش به آخوندا پول میدیم. آخوندا بسیار آگاه بودند از این مسئله، دیگران حتی امروز هم اون گونه وقوف ندارند به این قضیه، مقاومت کردند. بعضی از آخوندها مثل همین جنتی منتی اینها حقوق بگیر شدند و پولای دولت رو میگرفتند، ولی اکثریت آخوندها تن به این کار ندادند و استقلال مالی و سیاسی خودشون رو حفظ کردند، به خصوص که رضا شاه زود رفت و در دوران پس از رضا شاه هم تا بیان بجنبن و یه فکری بکنن آخوندا به قدرت خودشون برگشته بوده. بنابراین وقتی که ما راجع به سکولاریسم در کشورهای عربی سنی صحبت میکنیم، مسئله کاملا با سکولاریسم در کشور ما تفاوت داره و این که این آخوندها اینقدر قوی شدن در مقابل حکومت که بالاخره حکومت رو تصرف کردن در انقلاب 40 سال پیش، فقط ناشی از استقلال این آخوندها بود که تونستن در مقابل حکومت شاه بایستن، فتوا بدن، رهبری سیاسی جامعه رو به عهده بگیرن. چنین اتفاقی اصلا در عالم سنی قابل تصور نیست. حتی در مصر هم وقتی نگاه بکنید آخوندا نبودند که حکومت اسلامی خواستن برقرار کنند، این اخوان المسلمین بودند که خودشون شاخه علیه آخوندها محسوب میشدند. باری عرض من این بودش که ما سکولار دموکرات ها باید آگاه باشیم که در آینده ایران استقرار حکومت سکولار دموکرات در ایران بسیار بسیار سخت‌تر از استقلال سکولار دموکراسی در کشورهای عربی است، چون این بر هم شاخ اجتهاد وجود داره، هم آخوند مجتهد وجود داره و همین آخوند الان حکومت رو در دست گرفته. بنابراین سوال این مطرح میشه که آیا حکومت سکولار آینده ایران اگر که به قدرت برسد، سکولارها با روحانیت چه کار خواهند کرد؟ آیا اونا رو آزاد خواهند گذاشت که برن تو مساجد و حوزه هاشون بشینن فتوا علیه دولت بدن کشور رو بشورونن، یا یه جوری باید این آخونده رو سرکوب بکنن، خفه بکنن و در انقیاد حکومت درشون بیارن؟ این به نظر من بزرگترین مسئله ایه که ما در مقابل کشورهای سنی باهاش روبرو هستیم و سکولار دموکرات ها در این بین مجلس مؤسسان آینده واقعا باید در این مورد تصمیمات بسیار عجیب غریبی بگیریم. میبخشید زیاد حرف زدم، ولی فکر کردم که شاید در امتداد سخنان آقای نوریزاده این مسئله خود قطار ما رو بذاره رو ریل سکولار دموکراسی. مرسی. سپاس از شما جناب آقای نوریانای گرامی. آقای نصراللهی، شما پرسش ها یا ابراز نظری دارید که بدون آقای نوریزاده مطرح بشه بفرمایید. من یه سوال از مهدی از تهران پرسیده، از دکتر نوریالو جسارت به خودم پذیدم که اگر میشه دکتر جواب بده. میگن که در مورد مصر اشاره کردید که مردم راضی هستند چون دولت نانشان را فراهم میکند نه آزادیشان را. در جلسه حزب مشروطه هم گفته شد که مردم نان میخواهند نه سکولاریسم.
نظر شما چیست؟ البته این سوال از آقای دکتر نوریزاده پرسیده شده. ولی اگر پاسخی هست برای مهدی از تهران، وگرنه که براشون بپرسید پاسخ. مرسی. بستگی به نظر آقای عزیزیان. بفرمایید آقای نوری علا، بفرمایید. بله، عرض کنم که این مسئله کودتای نظامی که آقای نوریزاده هم مثل این که معتقد بودن که سرنوشت آینده ایران رو این گونه کودتاها تعمیم میکنه، مسئله مهمیه و سکولار دموکراسی که با کودتای نظامی نمیتونه موافقت بکنه، بنابراین اون هم از مسئله هاییست که سکولار دموکرات ها باهاش مواجه هستن. خب منطق هم اینه که یه ملت گرسنه بدبخت بیچاره و فلان دنبال این که حالا یه حکومت دموکراتیک برقرار بشه و اون حکومت سکولار باشه راه نمیفتن، که میرن دنبال این که کی میتونه امنیت رو برقرار بکنه، یک پارچگی کشور رو تامین بکنه، نونشون رو سر سفرهشون بیاره. و معمولا در اینجور مواقع در واقع تخمیزگاه نظامی ها و کودتاشون هست. آنچه که تأسف برانگیزه اینه که این اتفاق نه تنها عرض کنم که در ایران به خاطر شرایط سیاسی پیش آمده، بلکه در خارج کشور و در درون اپوزیسیونی که خود را سکولار دموکرات هم میداند این بحث مطرح میشه. یعنی همینطور که این دوست ما مهدی عرض کنم که مطرح کرد، شما میبینید که حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات میآید یک کنفرانسی در لندن میگذاره، چند تا سخنران رو دعوت میکنه و هر سه سخنرانان اصلی این ماجرا تاکید میکنن بر این که سکولار دموکراسی دردی از مردم ایران رو دوا نمیکنه، مردم گرسنه هستند و باید یک برگردیم مثلا به دوران پیش از انقلاب و از طریق اعمال اون گونه نظریات بیاییم عرض کنم که مثلا حل کنیم، به طوری که حتی مثلا آقای تغیزاده میگوید سکولار دموکرات های احمق، یا آقای شهرام همایون یا آقا مردم یه نون میخوان دنبال سکولاریزم هستن. و به نظر من این یه و بعدم تمام رهبران حزب مشروطه کف میزنن برای این حرف ها. من فکر میکنم این یک خسران بزرگی برای اردوگاه سکولار دموکراسی هست که برخی از کسانی که ما فکر میکردیم، یعنی احزاب و سازمانهایی که ما فکر میکردیم میتونن در یک ائتلاف عمومی یک آلترناتیو سکولار دموکرات رو ارائه بدن، خودشون با این نظریه ها از میدون دارن خارج میشن. و به نظر من این هم کمک میکند به همون چیزی که مردم در اصطلاح دوستان در ایران میگن که آقا ما نون میخوایم، آزادی یه امر شیک که به درد ما نمیخوره. ما سکولار دموکرات ها چی میگیم؟ ما میگیم که درسته که شما نون میخواید، در این که شک نیستش، و درسته که حکومت نظامی میتونه نون شما رو تأمین بکنه، اما تأمین نون به وسیله حکومت اسلامی حکم آسپرین دادن به کسیه که زخم معده داره، ممکنه برای لحظاتی دردش رو دوا کنه ولی دردش رو تشدید میکنه. شما نون رو دارید با دیکتاتوری نظامی تاخت میزنید، در حالی که سکولار دموکراسی میگه که در ظل یک حکومت سکولار دموکرات است که نان شما تامین میشه، آزادی شما تامین میشه، زخم معدتون هم خوب میشه. ما درگیر یه چنین مسئله‌ای در حال حاضر هستیم و من واقعا یه خود تکون خوردم وقتی که دیدم آقای نوریزاده که به اشرافش بر مسائل سیاسی شکی نیست، او هم احساس میکنه که مثلا حکومت ترامپ دنبال این استش که حاج قاسم رو برداره بیاره و بر ایران مسلط بکنه. امیدوارم که
این تحلیل آقای نوریزاده هیچگاه تحقق پیدا نکنه. همون چیزی که الان در بوق آقای امیر احمدی هم داره زده میشه. شما آقای دکتر امیر احمدی رو میبینید که صبح تا شب داره راجع به این صحبت میکنه که باید سپاه در ایران کودتا بکنه. یا اینکه هر تا در داخل کشور بخشی از جبهه ملی رو میبینید که دارن سپاه رو تطهیر میکنن، موجهش میکنن برای اینکه بتونه بیاد مسلط بشه بر ایران. به حال به زنگاه بسیار سختی برای هم ملت ایران در بلند مدت و هم برای اردوگاه سکولار دموکرات ها در کوتاه مدت هست این ماجرا. آقای نوری علا، آقای نصراللهی، پرسش دیگه ای هم هست و الا بریم به سراغ کسانی که نوبت گرفتن. میکروفون شما بسته است. یک سوال دیگر اگر اجازه به من بدید. این سوال فکر میکنم سوال مهمی باشه، شاید سوال من که هست، ولی این شمس‌الدین، آقای شمس‌الدین از قم این سوال کرده که سوال فکر میکنم خیلی مهمی باشه. میپرسن که آیا این که در کشورهای سنی اجتهاد وجود ندارد راه را برای سکولاریسم باز نمی کند؟ من نمیشم پاسخ بدم. بفرمایید آقای دوریانا. این رو من فکر میکنم به تفصیل توضیح دادم دیگه، که تفاوت ایران شیعی و کشورهای عربی سنی در وجود اجتهاد. اجتهاد برای حکومت ها خطرناکترین پدیده است و تا این قضیه حل و فصل نشه همیشه روحانیت ناحیه خطر برای حکومت محسوب میشه. ممنون. آیه ابتهی نوبت شما شد، بفرمایید. آیه عزیزم، من نوبتم رو حذف نکردم، آیه چند دقیقه گفتم فقط. آها، شما حذف نکردید، شما گفتید که اول آقای نوری علا. بله، نوبت شماست، بفرمایید آقای حسین جان. خیلی ممنون. با درود بر شما و تشکر از دوستان و شما و تشکر از آقای نوریزاده که رفتم، ولی خیلی دلم می‌خواست باشه چه تا ازش حضوری تشکر کنم که حتما گوش میکنم. من وقت در رابطه با اولا یادم نره حرفای آقای نوری علا بسیار کاملا درست بود و من در توضیحش میخوام بگم، چون تو دستگاه آخوندی زیاد بودم و باشون هشونش داشتم، بزرگ شدم اصلا سیستمیشون، میدونم اساسا یک مسئله هم که آقای نوری علا حتی این موضوع رو هم یعنی نیاز به توضیح داریم از این جنبه هم، اونم ایدئولوژی تشیع ویژگی آخوندی همینجور توی ایران استقلال مالی پیدا کردن، چیه چی از عوامل مهم به حکومت رسیدنشون شدن توی ایران در خلاف کشورهای دیگه که وابسته به دولت بودن، اینجا اقتصادی مستقل بودن، وابسته نبودن، وابسته به بازار بودند و مؤمنین که متدین بودند. سیستم تشیع اصولا علاوه بر اجتهاد که آقای نوری علا گفتن که خودش میتونه فتوا بده و وارد سیاست، اصولا تشیع اصلا یه ایدئولوژی سیاسیه، اصلا عامل شیعه به وجود اومدنش سر اختلاف در حاکمیت و خلافت به وجود اومد و بر همین اساس هم ریخته شد. اجتهادش برخلاف مستهدین رسمی دستگاه خلافت بود و سیستم مالیش هم بر اساس خمس بود که خمس نصفش تقسیم کردن از اول قیام شیعان علیه دستگاه خلافت و شکل گرفتن تشکیلاتشون، که خمس نصفش میدادن به سید، یعنی کسی که اولاد پیغمبره، که اون رؤسای بسیار هسته هاشون مدیر هسته ها و سلول های هر شهری بودن که میدادن به اون، بعد نصف دیگه شو باید میپرداختن به امام، امامی که همون امام اون زمان معصوم بود و بعدش هم میشد نایب امام، جانشین امام. این چه مجتهدین نصف خمس رو همیشه میگرفتن و خودشون رو بین طلبه ها توزیع میکردن که به اون میگن وجوهات. نصفش هم که میدادن به سید، یعنی بزرگ به معنی سرور دیگه، سید از اولاد پیغمبر، چون زمان رؤسای هسته ها بودن، هسته های شیعه بودن در سراسر ایران مخصوصا به علت اپوزیسیون دستگاه حکومت بودن.
بخش میشد اونا دیگه از بین رفته بود و شده بود سید فقیر. میگه حالا به سید میدادن به غیر سید نمیدادن، ولی نیستش هم میرفت به حکومت به آخوند مرجعیت و روحانیت که با اون اداره میشدن. تمام اینا وجوهات بازار و کارخونه‌دارای متدین، تجار متدین اداره میکردن، همین باعث موجب شد که استقلال مالی پیدا میکرد. مسلمه که فردای حکومت سکولار دموکراسی این سیستم دیگه باید اصلا کلن از دخالت در اقتصاد و سیاست و این مسائل اداری کشور حذف بشه، اسلام بشه، مذهب بشه یک چیز فردی کاملا. هم میشه زمان شاه چطور مثلا همین جر آقای نوریزاده گفتن اینها در ترس مثلا تو عراق اصلا نمیتونست، حتی زمان صدام زمان رو کن هر کسی زور چه به کار میداد مینشستن سرداشون فقط تو بین خودشون احکام حتی سیاسی و کشورداری بین خودشون میگفتن به عنوان احکام فکری، اصلا جرأت نداشتن چیز بکن. مسلمه که پایه های سکولار دموکراسی الان تو ایران ریخته شده و اینها همه منزوی شده، اینها اصلا این افکار الان دیگه تو نسل جدید تنها تو ایران رخت بربسته. یا عامل دیگه هم که من میخواستم تو با آقای نوریزاده که من خیلی قدیم آشنایی دارم، تو سازمان مجاهدین بودم، از مسئول بخش عربی و مطبوعات عربی بودم، مقالاتی چون از سال 60 ترجمه میکردم، در عراق هم که بودم مصاحبه هاشون پخش من ترجمه میکردم استفاده میکردم، ولی انواع فحشا هم میدادم بهش با اینکه استفاده میکردم، چون به علت اینکه فقط علیه مجاهدین یه چیزایی گفته بود مثل خصلت های خودشون. این تو عراق مثلا ما میدیدیم واقعا مثلا الان هم هست، حتی شیعه هاشون دولت های چیز احزاب شیعه شون میبینید که اسمشون اصلا شیعه یا اسلامی نمیزنن، هیچ حزبی کلمه اسلامی یا شیعه نداره اصلا توی عراق، میبینه ائتلاف ملی مثلا. بعد اینها اصلا حزب صدر میره با کمونیست ها میشینه اصلا صحبت میکنه، یه زمان مثلا میخواستن در مبارزه سیاسی انتخابات ائتلاف کردن اصلا درسته، مثلا اصلا همچیز کشورهای عربی کاملا غیر اصلا فضای مذهبیشون به عنوان مذهبی مارکسیستی مذهبی روشنفکر روشنفکر دینی اصلا همچیز چیزی ندارن، یا ارتجاعیه که مذهب رو مختص مذهب میدونه، سیاست مسجد میدونه و اینها و میتونه متحد بشه با جریان های دیگه، یا روشنفکر مارکسیست ناسیونالیست ناصریست سکولاره. این تو ایران با ظهور شریعتی و مجاهدین در عرصه مذهبی ایران این موضوع رو مختلط شد و التقاط شد بین اسلام و مارکسیسم. فقط تو ایران، هیچ جای دیگه نیست، با وجود مجاهدین که اولین عملیات انتحاری هم مجاهدین کرده، میده سیاسی خشونت و بر اثر سیاست، اون زمان نه داعش بود نه هیچ کدوم از این عذاب نبودن. همین انقلاب ایران مؤثر شد در به وجود اومدن داعش، بعد از که اون هم زیربناش همین اسلام سیاسی شده، اسلام مارکسیستی روشنفکری شده که جوانها رو جذب کرد که خودشون هم زندان رفتن، آخوندها که تشکیلاتشون حفظ شده بود ریخته شد همه چی با آخوندها، و اومدن حکومت رسیدن که تأثیر گذاشت تو کشورهای عربی، هم اسلام سیاسی اومد بالا و شکل داعش پیدا کرد، شکل اخوان مسلمین در مصر پیدا کرد که با شکست همین اسلام حکومتی در ایران دیدیم که دیگه دولت جدید مصر هم دستشو گذاشت و دیگه بعد از این دیگه هرگز تکرار نخواهد شد با تجربه ایران. یعنی مسلم تجربه ایران، انقلاب ایران مؤثر در کشورهای عربی که این شکلی شد اسلامشون، و مسلم بعد از فروپاشی هم هرگز دیگه اسلام سیاسی رخت برخواهد بست. نقش ایران و اسلام در ایران درجه یک داره در وضعیت نهضت چیز حرکت های اسلامی، جریان های اسلامی در کشورهای عربی. با تشکر. سپاس از شما جناب حسینی جاد گرامی. نفر آخری که نوبت گرفته جناب آقای حسن دانشور. بفرمایید آقای دانشور. آقای ابتهی میخواستن بعد از من صحبت. ببخشید درسته آقای دانشور، ببخشید من مجبور شدید دوربینتون رو برای من باز بکنید. آقای ابتهی شما بفرمایید. متشکرم جناب یزدیان. عرض کنم که من صحبتم خیلی کوتاه شد دیگه، چون که دو مورد رو میخواستم اشاره کنم، هر دو مورد صحبت شده، که این که در واقع این تفاوت دینکاران در جوامع عربی و ایران چگونگی ایجاد سکولاریسم رو در واقع درش تاثیر
عمیقی خواهد داشت و اینکه ویژگی‌های اون سکولاریزمی هم که به وجود میاد متفاوت خواهد بود به همین سبب. دیگر اینکه فقر نه مانع در واقع به وجود اومدن سکولار دموکراسی، نه اینکه در واقع بدون سکولار دموکراسی میشه اون رو حل کرد. نهایتا اگر یک جامعه ای هم از نظر اقتصادی، یک جامعه غیر سکولار دموکراتیک از نظر اقتصادی خوب عمل کنه و تولید خوب بکنه، در زمینه توزیعش باز ما نیاز به اون سکولار دموکراسی داریم که بشه برابری رو در واقع بین افراد در حد ممکن در واقع بهش رسید. یعنی بعضی از کشورها هستن که تولید خوبی رو دارن، تولید ثروت خوبی رو دارن، ولی به دلیل برخوردار نبودن از سکولار دموکراسی در زمینه توزیع باز به مشکل میخورن و مشکل فقر حل نمیشه. بالاخره در جمهوری اسلامی ما الان هر دو مشکل رو داریم، نه تولید خوبی انجام میشه، نه که کشور در واقع جی دی پی قابل قبولی داره و نه توزیعش عادلانه است. متشکرم. خواهش میکنم. ممنون از شما. آقای دانشور بفرمایید. خیلی ممنون. من از اون وقت داشتم فکر میکردم که خب بعد از سخنرانی آقای نوری‌زاده ما چه درس هایی روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی میتونن از اتفاقاتی که طی 9 سال گذشته در کشورهای عربی افتاده و تحت عنوان بهار عربی شناخته میشه، ما چه درس هایی رو میتونیم بگیریم، چه کارهایی رو باید بکنیم و چه کارهایی رو باید نکنیم با توجه به این تجربه کشورهای مختلف عربی. در اینجا من خیلی فهرستوار به 7 نکته اشاره خواهم کرد چون فرصتی توضیح بیشتری نیست و امیدوارم که این نکات باعث بشه که بخشی از دوستان اندیشهشون رو روی این متمرکز کنم که آیا چه کار میتونیم بکنیم ما و چه درسهای مثبت و منفی میتونیم از این تحولات بگیریم. یکم، به گمان من جلوگیری از نابودی زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی و نظامیه، کاری که در دو کشور عراق و لیبی اتفاق افتاد، اینا رو از دموکراسی دور کرد. نکته دوم، به گمان من داشتن برنامه مشخص برای گذار و اقناع ملت حول این برنامه است، کاری که در تونس انجام شد. نکته سوم، به گمان من عدم ورود به حوزه‌های مثل مبارزه مسلکی با دین قبل از استقرار دموکراسی. به گمان من این موضوع یک موضوع موضوعی است که تاریخ زیادی رو احتیاج داره، زمان زیادی رو در بر میگیره، بحث‌های اکادمیک زیادی رو چه در سطح جامعه و چه بخصوص در ابتدا در سطوح فرهنگی و دانشگاهی لازم داره. بنابراین ورود بی‌موقعی الان مبارزه با اسلام میتونه ما رو از هدف استقرار دموکراسی دور کنه. نکته چهارم، تکیه بر گفتگو بین تمام نیروهای سیاسی مدعی است، کاری که در تونس اتفاق افتاد در جاهای دیگه اتفاق نیفتاد، در تکیه بر اسلحه و توپخانه و گلوله بود. نکته پنجم، عدم اجرای انتخابات زودرس بدون تدوین قانون اساسی، کاری که در مصر اتفاق افتاد، یعنی ملت بردن پای مجلس، پای صندوق‌های رأی بدونی که مردم از قبل بدونن اصلا پرنسیپ‌های دموکراسی چیه و برنده قضیه اسلامیستا بودن. نکته ششم، تلاش برای هرچی ممکن کردن گذار بدون خشونته. در اینجای نکته‌ای وجود داره و اون تلاش برای بی‌طرف کردن و یا جلب حمایت بخشی از نیروهای نظامی حکومت‌هایی که موجوده، حتی در مورد خودمون همین بخش‌های نظامی که وجود دارن، چه سپاه چه ارتش، اگر بتوان بخش‌هایی از اینا رو به طرف جنبش جلب کرد یا حداقل بی‌طرفشون کرد، به استقرار دموکراسی کمک شایان خواهد کرد. و بالاخره آخرین نکته، عدم تکیه بر قدرت‌های خارجیه. جایی که شما به قدرت خارجی تکیه میکنید، در واقع میشین ابزار بازی قدرت خارجی، در واقع جنبش رو به انحراف خواهید رسید و هرگز به دموکراسی نائل نخواهید شد. خیلی ممنون. خواهش میکنم. دوستان گرامی، کسی دیگه نوبت نگرفته؟ من یک نکته رو در مورد فرمایشات آقای حسین نژاد اگر اجازه بفرمایید. بله بفرمایید آقای نوری‌علی.
ببینید آقای حسین نجات به یک ویژگی دیگری از تشیع در مقابل تسنن اشاره کردن که دقیقا نفهمیدم که قصدشون از اون اشاره چیه، ولی نکته بسیار مهمی هست و اون اینه که خب تشیع از همون صدر اسلام و مسئله خلافت که جانشین پیغمبری بود پیش آمد، یه عده‌ای از کنم شیعه شده، شیعه یعنی رهرو و پیرو دیگه، پیرو علی ابن ابی طالب شدند و بعد در فرزندان اون ادامه دادن و در طول یا 200 سالی این تئوری تشیع یواش یواش شکل گرفت به این معنی که یکی از فرزندان عرض کنم که فاطمه و علی و نه همخونهای پیغمبر بلکه حتما از فرزندان فاطمه و علی باید رهبر سیاسی باشن و اسمش هم از خلیفه گذاشتن امام، یعنی که تا زمان علی ابن ابی طالب خلیفه داشتیم، از اون بعد جدا شدن، عده‌ای رفتن دنبال همون ادامه خلافت، عده‌ای رفتن دنبال امامت و در نتیجه ایدئولوژی شیعه یه ایدئولوژی سیاسی شد که ما فقط رهبری امام خودمون رو قبول داریم و می شود گفتش که در طول 11 امامی که شیعه داره همواره به عنوان یک جریان سیاسی مبارزاتی علیه خلیفه عمل می کردن. اما اتفاقی که افتاد این بود که امام 12 گفتند که غیب شده و خب دو دوره هم براش قائل شدن، غیبت صغرا و غیبت کبرا. در دوران غیبت صغرا 4 مدعی شدن که با اون امام غایب در تماس هستن و اطلاعات اون رو میارن، بنابراین شیعه همچنان در حالت اپوزیشن خلافت باقی موند. اما این نایب 4 اعلام کرد که حضرت گفتند که من اصلا به این زودیا ظاهر نخواهم شد و دوران غیبت کبرا یا بزرگ شروع شد که تا به امروز ادامه داره. این مسئله غیبت امام اساسا شیعه رو از یک جریان سیاسی تبدیل کرد به یک جریان غیر سیاسی، برای اینکه اینها رهبری سیاسی خودشون از دست دادن و هر کی که به قدرت میرسید قدرت نامشروعی بودش، چون امام وجود نداشتش که بیاد و حکومت رو برقرار کنه. این موجب شد که در واقع جریان تشیع 12 روز به روز عرض کنم که دپولیتیزه تر بشه، یعنی که از سیاست دورتر بشه و در جامعه هم اثری نداشته باشه. مثلا جامعه ایران رو اگر نگاه بکنید، جامعه ایران تا صفوی اصلا شیعه نبود که بگیم که مثلا روحانیت شیعه به علت خمس و زکاتی که میگرفتش قوی شده بود. مردم سنی بودن، همه بزرگان کشور هم سنی بودن، اصلا به شیعه کاری نداشتن. این بحران هم باعث شد مثلا میگفتن که باید در روز جمعه نماز جمعه به امامت امام شکل بگیره، در حالی که امام دیگه وجود نداشت، بنابراین در تشیع نماز جمعه هم تعطیل شدش. یه بحران عجیب سیاسی در شیعه قرار گرفت که در زمان صفوی هم نتونستن براش چاره‌ای بکنن و حالا یه تئوری درست کردن که ما یه نایب خاص داریم، یه نایب عام داریم و در دوران صفویه به خصوص این رو دیولپ کردن که حالا اون امام که غایب شد، اون 4 نایب خاص اونم که مردن و رفتن، آخری هم گفت امام به این زودی ها نمیاد، پس تکلیف چیه؟ یه حدیثی هم جعل کردن که نمیدونم علمای مذهب من از پیغمبران قبلی هم مهمتر هستن و اینا شدن عرض کنم که جانشینان عام به پیغمبر چیز امام. اما به هر حال این نخ نگرفت که
شیعه دو مرتبه بشی تبدیل به یک سازمان سیاسی. من اعتقادم بر اینه که از سه جمال الدین تا شریعتی این بحران ادامه داشت. شما نمیتونید یک تز سیاسی معینی رو پیدا کنید که شیعیان دارن ارائه میدن که دو مرتبه عرض کنم که فعالیت سیاسی رو آغاز بکنه. مهمترین کس در این مورد عرض کنم که شریعتیه. شریعتی آمد یک تزی رو ارائه داد که دو مرتبه شیعه رو برگردوند به سیاسی شدن و فکر میکنم با تعلیمات شریعتی و بعد مجاهدین و اینها بودش که خمینی تونستش مدعی رهبری سیاسی بشه. تز شریعتی چی بود؟ آمد گفت آقا دارین اشتباه میکنید، این امام منتظر نیست، این امام منتظره. یعنی که اون منتظر شماست که قیام بکنید و او ظاهر بشه، نه اینکه شما بشینید در انتظار هیچ کاری نکنید تا اون امام بیاد. با یه کسره و فتحه‌ای که در کلمه انتظار و منتظر ایجاد کرد، یک مرتبه راه رو باز کرد برای اینکه خب ما برای اینکه راه رو برای ظهور امام غایب باز بکنیم باید دست به اقدام سیاسی بزنیم. و این به نظر من این راهگشایی تئوریک در تشیع بود که موجب شد کار به این برسه که اصلا حکومت اسلامی در ایران به وجود بیاد. اینه که خواستم بگم اینم نکته مهمی بودش که برای قرنها تشیع رو از سیاست دور کرده بود و دو مرتبه اون رو به صورت فعال و برحق و مشروع جلوه داد که بیاید و کار سیاسی بود. مرسی. سپاس از شما. آقای نصرالله‌ای دو تا فکر می‌کنم سوال دارن، ولی اول آقای امیر جوانپیکر نوبت گرفتن، بعد از آقای جوانپیکر آقای نصرالله‌ای اگر شما پیام تازه‌ای دارید میتونید بخونید. بفرمایید آقای جوانپیکر. سپاسگزارم جناب یزدیان. درود می‌فرستم به همه ایرانیان، هموندان حاضر و کسایی که برنامه رو تماشا میکنند. آقای نوری علایی، نقش در مورد توضیحاتی که فرمودید تو یک بازه تاریخی بین صفویه و قاجار، نقش احمد احسایی این وسط چیه؟ با رکن چهارم اون چه دروازه‌ای رو باز کرد؟ خیلی ممنون اگه توضیح بفرمایید. عرض کنم که خب احمد احسایی یکی از بزرگترین علمای شیعه عصر خودش بود. یعنی مثلا وقتی که میامد به تهران همه علما پشت سر اون میرفتن نماز میخوندن. اما اون عرض کنم که یه تئوری جدیدی رو در شیعه آورد و اون این بودش که آقا این حرفا چیه که آخوندها عرض کنم که نایب عام امامن. یه چیزی رو آورد به نام عرض کنم که لطف الهی، که لطف الهی که نمیتونه متوقف بشه در کاری، با توقف که به علت غیبت امام دوازدهم پیش آمده بود مخالف بود. بنابراین آمد گفتش که همیشه این نایبیت امام باید وجود داشته باشه، وگرنه لطف الهی منقطع میشه. و یه تئوری رو آورد به نام تئوری رکن چهارم. یعنی که ما خدا و پیغمبر و امام رو داشتیم، حالا یه رکن چهارمی هم داریم و اون آیت الله یا آخوند، موقعی که کلمه آیت الله اختراع نشده بود، اون آخوندیه که اعلم علماست و عرض کنم که با امام زمان در ارتباطه و عرض کنم که او در واقع رکن چهارم است در تشیع. خب این عملی که ایشون عرض کنم که مطرح کرد، اولین کسانی رو که به خطر انداخت آخوندها بودن. برای اینکه آخوندها عرض کنم که میگفتن ما نایب عام امامیم، خمس و زکات میگرفتن، ما همه کاری دنیا بودن. حالا اگر یه بابا پیدا بشی که بگه من رکن چهارمم،
و اینا علکی میگن که نایب امامن دکونه همه آخوندها چیز میشه. بنابراین آخوندها به شدت علیه این بزرگترین مرجع تقلید عصر خودشون قیام کردن، به طوری که در یه کنفرانسی که در قزوین گذاشتن ایشون رو خلع لباس کردن، سوار خر کردن و از ایران بیرونش کردن و ایشون رفتش به عراق و غیره. و در اونجا این تئوری رکن چهارم رو شروع کردش باز ادامه دادن، که از دل اون بود که قضیه مسئله سید محمد علی باب شیرازی مطرح شد، که این از شاگردان شیخ احمد احسایی بود و او آمد بهش برگشتش به شیراز و گفت من نایب امامم. یعنی مسئله عرض کنم که نیابت خاص که بعد شدش رکن چهارم، حالا شد عرض کنم که باب امام، که باز آخوندات علیه ایشونم قیام کردن و کار به اعدام ایشون کشید و کشتار بزرگی که در دوران امیرکبیر از بابی های ایران صورت گرفت و بعد برخی از این بابی ها رفتن به عرض کنم که اسرائیل فعلی که اون موقع جزء قلمرو عثمانی بود، و در اونجا دو تا شاخه شدن، دو تا برادر بودن از نور مازندران که یکیشون رو اسمشو گذاشتن شیخ ازل و یکیش بهاءالله. این هر دو برادر ادعا کردن که ما اون امامی هستیم که باب وعدش رو میداد. بنابراین دو شاخه ازلیه و عرض کنم که بابیه هم در تشیع اون موقع به وجود آمد، که بعد بهاءالله ادعا کردش که اصلا من دین جدیدی رو آوردم و من پیغمبر هستم. کلمه دین رو هم تبدیل کردن به کلمه دیانت و میگن دیانت بهایی، که دیگه ربطی به اسلام و عرض کنم که تشیع نداره. ولی خب اون الان بر سراسر دنیا پیرو داره و غیره. به حال این ابتکاری بودش که شیخ احمد احسایی زد برای اینکه دکون آخوندها رو تعطیل بکنه. و اگر که به نظر من اقدام غلط امیرکبیر برای کشتار بابیه نبود، خیلی از طلاب اسلامی به بابیه اعتقاد پیدا کرده بودند، بسیار جریان قوی بود و میرفت برای اینکه اساسا روحانیت شیعه رو شکل دیگه‌ای به خودش بده، که البته رشحاتش هم میشه گفتش گرفتش به روشنفکرانی که خیلی از روشنفکران اون زمان هم پیوستن به این جریان، و بسیاری از مطالبی که در انقلاب مشروطه هم مطرح شد ناشی از همون حرکت بودش. و حال به طور خلاصه دارم عرض میکنم که اینم یه کوششی بودش که میتونست سرنوشت روحانیت در ایران رو عوض بکنه، اما یک اشتباه ناصرالدین شاه و امیرکبیر باعث شد که این نهضت هم سرکوب بشه. ممنون از شما آقای نصرالله. شما پیامی رو از بیرون از مهستان دارید، بفرمایید. بله آقای یزدیان، اگر اجازه به من بدید یک شاید اظهار نظر و یک سوالی توشون هست و دو سوال من بپرسم. بفرمایید. میپرسن که درود بر مهستانیان. نخست نظرم این که خیلی عالی میشود که اگر چند تلویزیون همزمان یک برنامه رو پخش کنن، این گونه ارزش‌های جامعه مدرن بیشتر در جامعه گسترش می‌یابد. دوم پرسشم این که یک کاسه کردن کشورهای عربی درست نیست. اگر آنها دستاوردهای یکسان نداشتند، ما چگونه میتوانیم از کنش آنها یک آموزش یا تجربه دریافت کنیم؟ آیا یکی از کشورهای اروپای شرقی که درگیر حکومت ایدئولوژیک بوده اند برای ما آموزه های بیشتری ندارد؟ و یک اظهار سوال شاید به یک نوعی میپرسن که سیروس پرسیده که آقای طاهری گفتن که اصولا واژه سکولار دموکراسی در زبان فارسی یک واژه زائد است، نظر شما چیست؟
و آخرین سوال رو من بپرسم، آیا می شود به این نتیجه رسید که دین اسلام هست که نمی شود به سکولار دموکراسی رسید، برای همین است که در کشورهای عربی به نتیجه نرسیدند؟ پاسخ شما چیست؟ بفرمایید آقای نوریانا. خب سوالای متنوعیه. به نظر من این که از این در وارد شیم که مشکل سکولاریسم در جهان اسلام خود اسلام هست و نتیجه بگیریم که تا موقعی که اسلام رو از این کشورها بیرون نکرده ایم سکولاریسم مسلط نخواهد شد، به نظر من فقط سنگ انداختن در راه پیشرفت این جوامع. مگر شما با چه نیرویی میخواهید که یک مذهب رو از میلیون ها آدم حذف بکنید؟ محال چنین چیزی. ولی این که بتونید به این مردم بگویید که شما مذهب خودتون رو حفظ بکنید اما اجازه بدید که حکومت یک حکومت غیر مذهبی باشه که هیچ کدوم از نهله های مذهبی و ایدئولوژیش درش دخالت نداشته باشن، این حکومت رو تبدیل به یه چتری میکنه که همه آزادی اندیشه، آزادی بیان اندیشه، آزادی تبلیغ اندیشه، آزادی نواندیشی در حوزه های مختلف اندیشه رو تامین میکنه. این یه تبلیغیه که شدنیه. آقای نوریزاده گفتش که من نمیخوام وارد بحث فلسفی سکولاریسم بشم، ولی راجع به خودش و خدمتکار خانش به عنوان یه مثال عامیانه صحبت کرد که یعنی تنها از راه استقرار سکولار دموکراسی است که همزیستی ممکن میشه. سنی و شیعه و مسیحی و زرتشتی و یهودی اینا میتونن کنار هم زندگی بکنن، اما هر کدوم از اینها به قدرت که برسن حساب اون بقیه رو خواهند رسید. به این دلیل سکولاریسم شده، سکولار دموکراسی راه حل همه جوامع پیشرفته دنیا شده. در هر جامعه ای که ایدئولوژی سیاسی، غیر سیاسی، مذهبی، غیر مذهبی حکومت کرده، منشأ تبعیض، منشأ خودی و ناخودی، منشأ سرکوب شده. و در نتیجه اگر که ما معتقدیم که باید رنگارنگی جهان رو حفظ کرد، تکثر عقیده رو حفظ کرد، باید یه حکومتی اونجا باشه که به هیچ کدوم اینها تبعیضی قائل نشه، میدان رو به یک کدوم از اینها نده. و این تنها تعریفش از حکومت سکولار. به همین دلیل جهان غرب، جهان پیشرفته متمدن غرب، یکی جهان سکولار دموکراته. از یک سو دموکراسی درش حکومت میکنه و این دموکراسی، دموکراسی که بر پایه سکولاریسم به وجود آمده است. یک سوال دیگه هم بود که من یادم رفت چی بود. آخریش گفتن نه، ما قبل آخر. آیه امیر طاهری گفتن اصولا واژه سکولار دموکراسی در زبان فارسی واژه زائد است. نظر شما چیست؟ والا کلمه واژه و کلمه مفهوم با هم متفاوت هستن دیگه. من فکر میکنم که آقای امیر طاهری منظورش مفهوم سکولاریسم هستش که میگوید که چرا واژه غیر فارسی سکولار رو به کار میبرید. من دقیقا بارها هم ایشون این رو در مجالس مختلفی تکرار کردن و به نظر من قطعا یک قصد و غرض و مرضی توی این کار دارن که این رو این گونه بیان میکنن. ولی من هنوز دقیقا نمیتونم تشخیص بدم که ایشون میگوید که سکولاریسم رو برای ایران توصیه نمیکنن یا به کار بردن واژه سکولار رو. امیدوارم این دومی باشه، ولی یقینم بیشتر به اینه که ایشون اساسا معتقدند که چون تز کناری این است که برگردیم به پادشاهی غیر دموکراتیک و غیر تشریفاتی، یک شاه عرض کنم که قدر قدرتی داشته باشه و غیره. خود به خود خب سکولار دموکراسی با چنان تشکل سیاسی هم مخالفه و ایشون سکولار دموکراسی رو سد راه رسیدن به چنان حکومتی میبینه. من معتقدم که آقای امیر طاهری اشتباه میکنه،
اشتباهش هم به نفع جمهوری اسلامی تموم خواهد شد، اما میبینم که سلطنت طلبا نه پادشاهی خواهند، سلطنت طلبا روز به روز بیشتر به طرف ایشون عرض کنم که دارن گرایش پیدا میکنند. حتی دیدم که یک بخشی از سلطنت طلب ها یه تز جدیدی را آوردن به نام رهبری میانی، یعنی اینکه شاهزاده رضا پهلوی رهبری اصلی ما رو بر عهده داره، ولی چون ایشون نمیخواد کار سیاسی بکنه، ما یه آدمی رو باید پیدا کنیم که رهبری میانی جنبش سلطنت طلبی رو بر عهده بگیره. وقتی که سلطنت در ایران اعاده شد، اون وقت شاهزاده رضا پهلوی میتونن برن و اونجا سلطان و سلاطین بشن از این حرف. من بسیار متاسفم، من بسیار آقای امیر طاهری رو دوست میدارم و ایشون رو آدم خوشفکری در بین کسانی که در زندگی خودم باشون سر و کله پیدا کردم میشناسم، ولی این گرایش عجیب ایشون به بازگشت به مشروطه سلطنتی و مخالفتشون با سکولاریسم رو در نمیابم که چرا یک فکر درخشانی رو اینگونه آلوده خودش کرد. بسیار سپاسگزارم از همه دوستان، از آقای نوری علا و همه دوستانی که این برنامه رو دنبال کردن، زحمت کشیدن، آقای آقایی، آقای نصراللهی و از جانب دیگه جناب آقای بهبهانی که زحمت پخش این برنامه ها رو در تلویزیون میهن میکشن، از جناب آقای عارف سرایی که زحمت پخش این برنامه رو در سازمان شیر خورشید ایران تقبل کردن، از جناب آقای شهرام همایون که برنامه مهستان رو پخش میکنن به مدت 2 ساعت، و همه بینندگان گرامی شب و روز همه دوستان خوش. با خاک ایران ما در راه تو